بینندگان عزیز، با سلام به شما برنامه امروز رو شروع میکنیم. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که با هم هستیم اوقات بهتری باشه. ممنونم از دوستی که قبل از برنامه تماس گرفت و شماره کردیت کارت رو داد و گفت که میخواد حمایت کنه از تلویزیون مردم، و متشکرم از این دوست عزیز از کانادا. و اما اجازه بدید که برنامه چهارشنبه رو، چون 26 یک برنامه گذاشتن، حالا یا تظاهرات یا حمایت از پدر و مادر بیژن قیصر در واشنگتن، من یه ویدیویی رو بهتون نشون بدم که واقعا آدم نمیدونه چی بگه. از اینکه پلیسا بعضیاشون به اصطلاح از بچگی چون ضعیف بودن، فکر این بودن که یه جوری از دیگران انتقام بگیرن و بعد بهترین وسیله اینه که پلیس بشن. گاهی وقتا زور میگن، هیچ حرفی توش نیست، ولی بعضی وقتا خودمونو باید جای اونا بذاریم. این ویدیو رو ببینین. با وجودی که ما با پدر مادر بیژن همدردی میکنیم و همیشه گفتم اون بنده خدا که به اصطلاح شلیک کردن بهش و کشته شد و رفت از این دنیا، مادرش، پدرش، خواهرش که باقی موندن، اونها هستن که هر روز، هر ثانیه، هر دقیقه به اصطلاح غم نبودنش رو حس میکنن. ولی این فیلم رو ببینید. من تو آمریکا هستم، اینجا زندگی میکنم. سالها پیش یادمه که پسرم دبیرستانم نمیرفت، هنوز مدرسه راهنمایی میرفت به اصطلاح میدل اسکول، و یه روز تعطیل بود. من بهش گفتم که بیا بریم دادگاه، و رفتیم اونجا. توی دادگاه وقتی نشستیم، یه پلیس میاد اون روزی که به همه تیکت داده، اونا میان، هر کی جریمه رو داده باشه رفته باشه، که فبها به حال به نفع دولت، هر کی بگه نه آقا به من جریمه بی خود دادن، میگن خب بیا ثابت کن. و جالب بود که یه آقای وکیلی اومده بود که میگفت که این پلیسه به من که تیکت داده بی خود بوده، و با استفاده از قوانین و با استفاده از کتاب و اینا، میدونید همه این قانونها تو کتابه، و همین خاطر مثلا میگه طبق بند 26 ماده فلان، نرم نداره، همه ماده هست. در صورت پلیس رو به اصطلاح از پلیس برنده شد و همه شروع کردن به دست زدن، چون همه اینایی که اونجا هستن از پلیس دل خوشی ندارن. امروز از کار به اصطلاح مرخصی گرفتن، یه پولی اینجا ضرر میکنن، تازه حالا شانسشون هم 50-50 هست. و همیشه هم میشه گفت که قاضی یه جورایی به طرف پلیس رأی میده. البته ما سعی میکنیم بگیم قاضی ها به اصطلاح به طرف پلیس رأی نمیدن و خیلی عادل هستن. خب بذارید از دوستان سوال کنیم که صدا و تصویر چگونه است. اون مشکلی که قبلا داشتیم دیگه نداریم، الان یه سیستم جدید گذاشتیم که از خود همون دستگاه به اصطلاح تصویر رو میگیره، یعنی تصویری که شما میبینید روی فیسبوک تقریبا همونیه که ما اینجا ضبط میکنیم. میشه گفت که اقلا کوالیتیش به اصطلاح به بدی اون موقع نیست و خود من ناراضی بودم. خیلی از شما دوستان گفتید که برنامه‌ای که به اصطلاح فیسبوک رو کنار گذاشتید برنامه خوبی بوده، از من خواستید که این کار رو باز هم انجام بدم. چشم، این کار رو انجام میدم و سعی میکنم که یه نیم ساعتی اضافتر اگه خواستیم برای فیسبوک بذاریم بخونید، چون یه دنیای جالبی هم هست، یه چیزی که می‌نویسین. بالاخره حالا فیسبوک بذاریم کنار، بریم سراغ این جوانی که به اصطلاح زندگیش رو از دست داد. این ویدیو دوستان 4 دقیقه و 28 ثانیه است، و میدونید که مثلا اولا توی این منطقه اگر رو نقشه نگاه کنید، واشنگتن بین، یعنی توی دل مریلند و ویرجینیا قرار گرفته. بعد یه جایی هست که شما اگر 10 متر میرین اون ورتر، از این کاونتی میرین توی اون کاونتی. یه جایی هست که جاده ها دست فدراله، یعنی دست دولت مرکزیه، اونجا پلیسای مارشال و اینا هستن توش. یه جایی هست که دست پلیسای محلی و فرمانداری و اینا هست، استیت پلیس هست. یه جایی هست
کاونتی پلیس هست، یه جایی هست شریف هست، ولی همشون همشون مخصوصا برای من و شما که پوستمون به اون سفیدی نیست و حالا خانم های ایرانی زرنگتر از من و شما هستن، فوری رفتن موها رو همه کردن بلاند و یه مقداری راحت تر شدن. من و شمایی که نتونستیم اون کارو بکنیم، توصیه من اینه که اگر پلیس دنبالتون آمد و اینها، خیلی آروم چهار راهنما رو روشن کنید، وایسید، سعی کنید یه جایی که خطرناک نباشه وایسید، بعد دستتون رو اون وقتا که میگفتن اصلا بذارید رو داشبورد، این همون داشبوردی که میگن، ولی حالا میگن رو فرمون هم اگه هست همینجوری بذارید، بعد تا اون میخواد بیاد تو اینا شما شیشه رو بیارید پایین یه مقداری باز باشه، بعد وقتی میاد پهلو شما اگه گفت گواهی نامه و رجیستریشن، اگه گواهی نامتون تو جیب عقبتون هست، بدونی که دستتون رو بردارید از اونجا بهش بگید که گواهی نامه من توی پاکتم هست و میتونم بیارمش، میگه بله، بعد یواش آهسته چیز در بیارید، یا مثلا بگید که بلتو میتونم سید بلتمو باز کنم، هر کاری میخواین انجام بدید به اینا بگید. دلیلش هم بهتون میگم، اون بیچاره ها میترسن، شما فکر نکنید حالا این قمپوز میاد اینجوری میاد تو خیلی ماچو و از این لباسای ضد گلوله، لباس ضد گلوله بسته برای چی؟ پوشیده برای چی؟ از صبح تا از خودش آزار میده با این، میدونید توش آهن نه، توش یک چیزایی هست سیلیکون و اینا، خیلی سفته، خیلی چیز بدیه. شما یه زانوبند که میبندی به پات چقدر مشکله، وقتی درش میاری کلی میخارونی، یاد این میمونای تو جنگل میافتیم، ولی اینا بیچارا از صبح تا از اینو پوشیدن. من نمیخوام از پلیس دفاع کنم، اما از صبح تا از اینو پوشیدن، حالا میاد از ماشین پایین، باتون این ورشه، اسلحه اون ورشه، دستبند اون ورشه، گاز اشکاور اون ورشه، دوربین به بدنش بستن، میکروفون رو گوشش بستن، اینا اینجوری اینجوری میاد با ترس. اون از شما بیشتر میترسه، چون خیلی جاها تا نگه داشته طرف تق 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 زده، رو پی سی پی بوده، نمیدونم رو فلان مواد بوده، زده طرف رو شوت کرده. حالا بمانه این مشکلی که پیش اومده یا این فاجعه‌ای که برای جامعه ایرانی پیش اومده، جمعه هم تظاهرات گذاشتن، برین شرکت کنید، حقمون و حقوقمون رو بگیرین و نذارید به قول معروف خون این بنده خدا هدر بره، یا هرچی که اسمشو میذارید. ولی دوستان توی آمریکا وقتی یه اتفاق اینجوری میفته، معمولا خانواده اون عزیزی که از دست رفته میان یه نهادی، یه ارگانیزیشنی، یه مؤسسه خیریه‌ای درست میکنن، به دیگران یاد میدن که مثلا پسر ما اینجوری کشته شد، آقا شما که اگه مدرسه داری میری، حالا این بنده خدا که کار میکرده، باباش شرکت حسابداری، پدرش کار میکرده و اینها، یعنی سن مدرسه و اینها نبوده، و از اون مثلا عجیبتر اینه که وقتی کالبد شکافی کردن، نه مشروب مثلا الکل تو سیستم بدنش بوده، نه مواد مخدر و اینها. من فکر میکنم فقط ترس از پلیس، و اینم متاسفانه هم تو جامعه ما ایرانی بود که اگه صدا بدی میگم آجان بیاد بگیرت، تا اگه عذاب بدی میدم دست پلیس ها فلان. بعدم این برنامه‌ای که نشون میدن اینها، این بنده خدا من فکر میکنم وقتی هم این چند تا ماشین پلیس دنبالش راه افتاده، دیگه از یه حالت معمولی رفته بیرون، به اصطلاح هیجان زده، اکسایدد نمیشه، اون چی میشه، اوورول میشه، که دیگه کنترل خودش از دست میده، چون نشون میده که دو سه بار وای میسه، پلیسا که میان دوباره حرکت میکنه. خب این که میکنه، هی پلیسا فکر میکنن این حتما یه کاری میخواد انجام بده. متاسفانه این آقای مو پارسه قشنگو گفت بنده خدا بدشانسیش کجا بوده؟ دم چال زنبور، دم CIA، همون جایی که یه پاکستانی چند سال پیش صبح اول صبح چند نفر رو تیر زد و کشت و فلان اینا. حالا این ویدیو رو با هم ببینین، من اینجا نمیخوام قضاوت کنم و از شما هم خواهش میکنم قضاوت نکنید، فقط یه کاری کنید، یه سازمانی درست کنید، یه انجمنی درست کنید، هفته یه ساعت، نیم ساعت یه نفر بیاد صحبت کنه، حتی یه پلیس آمریکایی، یه پلیس ایرانی که تو آمریکا هست بیاد برای من و شما صحبت کنه. ممنونم از سعید عزیز، میگه looking good
and sounds fine from Facebook. خوشحالم که شما هم اینجا هستی، با ما هستی. همیشه سعید یاد و یار و یاور ما بوده، از این بابت ممنونم. ما یه سیستم اتوماتیکی داریم اینجا، وقتی یه نفر تکس میفرسه یا فیسبوک میفرسه، وقتی دو سه بار جواب نوشتیم و اینها، پیپل براش یک به اصطلاح چیزی می‌نویسه که تلویزیون مردم رو اگه خواستید حمایت کنید اینجاست. یکی از دوستان که ایشون هم همیشه لطف داشته به ما، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی، یعنی کمک برنامه‌ها بوده، یه بانوی گرامی هم هست، برای من نوشته بود که آقای سوربی شما اینه که برای من فرستادی منو شرمنده کردی، چون نمیدونی که شرایط مالی من چگونه است. من بهش گفتم من از شما عذر میخوام، من اینو نفرستادم، این اتوماتیک وار آمده، و از ایشون خواهش کردم که اگر لطف کنه یا ایمیلش یا اگر پیپال اکانت داره برای من بفرسته، همون جوری که وقتی ما احتیاج داشتیم ایشون کمک کرده، من هم یه کمک ناقابلی برای ایشون ارسال کنم. گفت که اون شعره بود سوسن میخوند، آخه عشق یه سره باعث درد سره نمیشه که ما همش از شما انتظار داشته باشیم. این بهوانی نادان یه حرف درست زد، گفت که همیشه وقتی میان میگن ما ایرانی هستیم تخفیف میخوان، بهشون میگم خب یه دفعه شما که میان اینجا ما میگیم مثلا این موکت 100 دلار یا این کاشی 1000 دلار، بگید چون تو ایرانی هستی ما بهت 1200 دلار میدیم یا 100 دلار 110 دلار میدیم. بگذاریم. بیژن قیصر's جیپ at close range killing him. میگه ماشین جیپ بیژن قیصر رو اینجا نگاه کنید، و این این کامرایی که تو ماشین پلیس بوده، و ببینید که چجوری پلیس وایستاده کنار جاده. وقتی میبینه اینا تو سی بی و تو بی سیم و اینها هم دارن به هم میگن، وقتی که میبینه یه ماشینی میره، یه ماشین پلیس هم دنبالش میره، اینا میان. دلیلش باز همون ترسه که میگه اگه 4 نفر تو این ماشین بود ما هم 4 تا باشیم. دلیل دیگه‌اش اینه که میان میگن ماشینو کورنر میکنن، یکی میاد میپیچه جلوش، یکی پشتش وای میسه، یکی بغلش، که نتونه اون طرف در بره. متاسفانه این فیلم رو که آدم میبینه، گفتم بهتون احساس این که یه جوونی به این سادگی بهش شلیک کنن و عمرشو از دست بده، و از اون طرف نگاه که میکنیم میبینیم که این بنده خدا هم ناخواسته خودش اینجا میگن کانتریبیوت کرده، خودش یک کاری کرده که اونها فکر کنن او الان یک تروریستی رو گرفتن، که نگو فردا اینا همه جایزه میگیرن. ولی باز خودتون جای اون پلیس بذارید. اون پلیس هم وقتی شب میره خونه و فردا میفهمه که این نه مواد کشیده بوده، نه تروریست بوده، نه الکل خورده بوده، نه جایی رو میخواسته منفجر کنه، اونم یک اون عذاب وجدان داره. با هم ببینیم. میگه این ویدیو صحنه‌های دلخراشی داره. بله، نوامبر 17، 17 نوامبر، 17 دسامبر گذشت، یک ماه، دو ماه و چند روزه. پس فردا ایرانی ها جمع میشن. ببینید دوستان، همون جوری که بهتون گفتم، اون ماشین پلیسی که اول دنبالش بود ازش رد شد رفته جلوش، ماشین پلیس دومی آمد بغلش وایساد با اسلحه اومده پایین. نمیدونم این فیلم رو شما به خوبی میتونید ببینید یا نه. سعی میکنم لینکش رو بذارم زیر اون فیسبوک و یوتیوب. بعضی از دوستان بعد برنامه میگن آقا چی شد؟ میگن بابا بذارید ما هم دیگه پیرمردیم، بعد از 2 ساعت برنامه باید یه دستشویی بریم، بعدش بیایم آرشیو رو درست کنیم و اینها. ولی نگاه کنید، پلیس آمده در ماشینش باز، یعنی یه پلیس دیگه هم اون ور نشسته. حالا این بنده خدا این ماشینشه، این جیپه که اینجا میبینید، این جیپ آقای بیژن قیصر بوده. I'm going to tell you a little bit about it.
ببینید از دست پلیس در رفت. البته مثلا من اگه جای پلیس بودم خب الان میزدم توی تایر ماشینش، ولی بهتون میگم اونا هم توی حالت امرجنسی و یه حالتی که نمیدونم یه لحظه دیگه چی میشه، میدون تیر نیست که هدف سیبلهای مقابل فاصله 100 متر با شماره 3 شلیک کنید. دیدید این اومده میگه میخواد بهش بگه شیشه رو بکش پایین، با تای اسلحه‌اش یا مشتش هم میزنه به شیشه، دوباره اون بیژن ماشینشو حرکت میده و میره. متاسفانه این صحنه دلخراشی است که دارن بهش شوت میکنن، ولی تا اینجایی که من و شما دیدیم سه بار ایشون وایساد، این بارم دیگه وقتی شروع کرد حرکت پلیسا تیر زدن. خیلی خوشحالم که یکی از بانوانی که خیلی من قبولش دارم و باور دارم منطقی هست دارن نظر میدن درباره این ویدیو، خانم فهیمه فروزش. و این ویدیو هم اگه نگاه کنید اون بالا نوشته که فیرفاکس، بذارید براتون نشون بدم، نوشته FCPD Fairfax County Police Department Video of USPP United State Park Police Shooting. حالا اولا دقت کردید که چند تا ماشین پلیس تو اون منطقه بود، یعنی اون منطقه خیلی جای حساسیه. به غیر از این که وقتی اینا توی بیسیم میگن، اونی هم که دم 7-11 وایساده داره دونات میخوره، دوناتو کافیش میندازه بیرون، میاد کمک اینا میکنه. و من خودم هم اول کار همینو گفتم خانم فهیمه فروزش،
که این اولی که رفت، حالا این اولی هم نبوده شاید، چون ما ندیدیم قبلش چه اتفاق افتاده، ما داریم از ماشین پلیس دوم یا سوم نگاه میکنیم که رفت دنبال اینا، یعنی اون تعقیب اول داشته میومده، ادامهش رو ما داریم میبینیم. و اتفاقا سوال من اینه که اون ماشین اولی هم ویدیو داره یا نه، اگه داره خب اونم باید نشون بدن بمانه. خانم فهیمه فروزش حرف قشنگی میزنه، میگه که اینا مثل من و شما آدم های معمولی نیستن، اینا ترین شدن، آموزش دیدن که در این لحظات حساس بتونن تصمیم درست بگیرن. خانم فهیمه فروزش، پلیس نمیتونن استخدام کنن، کسی نمیره پلیس بشه، یه عده جوونی رو بعضی هاشون حتی از تو دانشگاه به عنوان کادت چیه میان یه پولی میدن، میگن پول دانشگاه تو ما میدیم، تو بیا بعدش مثلا پلیس باش، 5 سال 10 سال پلیس باش. معمولا چه کسی اینو قبول میکنه؟ آدمایی که کم بضاعتن. متاسفانه آدمای کم بضاعت کم سواد هستن. ما اصلا نمیخوایم از پلیس دفاع کنیم، ولی از اون ور میخوایم بگیم که این باعث بشه که جامعه ما یک کاری انجام بده، یک گرانتی درست کنه، یک نمیدونم اسکالرشیپی درست کنه به نام بیژن قیصری و جوونا رو آموزش بدیم که توی یک چنین شرایطی شما وایسا، اتفاقا آموزش بدیم با ماشین پلیس توی پارکی یه محلی بریم دنبالشون تمرین کنیم. من چند سال پیش یه جایی کار میکردم توی شنتیلی، اون آخرش اداره پلیس و اینا بود و میدیدم همش صدای آژیر ماشین پلیس میاد. دیگه یه روز خسته شدم، نزدیک فرودگاه دالاس ایرپورت بود، رفتم ببینم چه خبره. وقتی رفتم دیدم اونجا پلیس آکادمیه، فیلم پلیس آکادمی رو نگاه کنید ببینید چه کسایی تو پلیس آکادمی هستن. اونا درست شوخیه، درست کمدیه، این فیلم درست خنده داره، ولی طنز داره، حقیقت رو میگه. طرف میخواد اسلحه‌ش رو در بیاره تو پای خودش شلیک میکنه بماند، مثل که محافظ آقای شاه آقای رضا پهلوی هم اویسی گویا یه دفعه تو پای خودش شوت کرده بوده. این اسلحه که دست میگیری شما نمیدونی وقتی میخوای شلیک کنی، شاید هم حالا شما بدونی، من نمیدونم، چه ضمن این که بهت قدرت میده ضربان قلبت رو میبره بالا. وقتی ضربان قلب میره بالا اینه که شما عصبانی شدی. و در هر صورت خلاصه این ماجرا حقیقت تلخی هست که یک جوان ایرانی موفق 25 ساله از جامعه ما کم شد، یه پدر یه مادر یه خواهر مونده و جامعه ما که به یاری اونها بریم. 26 تظاهراتی است، اگه کسی لطف کنه لینکش رو برای من بفرسته، دیدم توی به اصطلاح صفحه ارشیا کیا بود و من این ویدیو رو برای ارشیا گذاشتم که مردم وقتی میان دو طرف ماجرا رو دیده باشن که خدای نکرده اونجا ما نریم یه کاری کنیم که به اصطلاح به ضرر جامعه ایرانی بشه. دیدم یه آقای، حالا من اسم نمیارم، برداشته یه دوربینی، یکی از خودش بیکارتر و پشتر خودش برشته تو کانادا، رفته توی فروشگاهی، بعد به طرف میگه که این عکس توه، این چرا خمینی، عکس خمینی و فلان. اولا اون پسره حالا فکر کنم عربم بود، به نظر من خیلی قشنگ با اینا رفتار کرد، عصبانی نشد، چیزی پرت نکرد تو صورتش، تلفن رو برداشت به پلیس زنگ زد که یه نفر اومده توی مغازه من و اینجوری میگه. پلیس گفت گوشی رو بده بهش. خیلی خوشحالم که اون آقا اقلا این قسمت رو متمدنانه عمل کرد، با پلیس صحبت کرد. پلیس بهش گفت آقا اینجا که درست غرب وحشیه، اولا شما کانادا هست، درست غرب وحشیه، ولی اینجوری هم نیست، درست ما شهروند ارست و نیبرهود واچ و اینا داریم، ولی اینجوری نیست شما هر جا دلت خواست با دوستت بری. بعد خلاصه پلیس میگه آقا تلفن رو بده دستشو برو بیرون، شما حق ندارید اصلا تو بیزینس این باشی. دوستان یادتون باشه، خود من اینو نمیدونستم، اگر شما رفتید یه جایی محل بیزینس یه نفر، در خونه یه نفر بهتون گفت برو از زمین من بیرون، برو از اداره من بیرون، برو از مغازه من بیرون، شما اگه حقم باهاته باید بری بیرون،
اگه نری بیرون، اون دست میکنه تو کشو میزش، اسلحه رو در میاره شوتت میکنه. چند سال پیش یه جوانی تو فلوریدا برای یه پرتقال کشته شد. اینم بیچاره ایرانی به همون رسم باغ که میبینیم از دیوارشون بریم بالا و انارشون رو بدوزینیم و شاخه درختشون رو بشکنیم. این میوه های درخت آمده بوده بیرون و بعضی وقتا شما درسته که فنس یا نرده هست، ولی پشت نرده هم باز زمین طرفه، اومده بوده بیرون، این کنده صابخونه هم اومده تو زمین خودش بوده شوتش کرده. یعنی هم دزدی کردی، هم تو زمین من هستی، ترسپسینگ کردی. بماند در صورت همینا رو، همین خانوما، دوستان، آقایون، پلیسا، وکیلا، اینا بیان آموزش بدن به جامعه ما. این تندروی های بی خود، بله آفرین به شما، درود بر شما قهرمان ملی، باید مغازه اینها را آتیش زد. میگم آقا این یه پسر یه رفته فوتبال نگاه کرده، حالا یا این احساس هم محلی بودن با ایرانیا، یا فرض بگیریم شما 100% درست میگی، آقا جمهوری اسلامی ایران داره به این آقا پول میده که این آقا مغازه درست کرده، از صبح تا شب هم خره بیاد وایست کار بکنه. بعد اصلا من وقتی دیدم هی گفتم این آقا میگه اون تروریسته، والا الان اگه کسی اینجا داره ترور میکنه و ایجاد وحشت میکنه شما هستی. جالبتر از این اون نادانی بود که باهاش حالا با تلفن رفته بود پشت سرش، وقتی این آقا پلیس بهش میگه تلفن رو بذار و برو بیرون، اون شروع میکنه به مغازه داره فوش میده. یعنی اون موقع مغازه داره میتونست اینو شوت کنه، اتفاقا تو نوار خودشون هم هست. دوستان یه مقداری از بالاخونه استفاده کنید. نمیدونم اصلا تو قلب واقعا تو دل این احساس و اینها چیزی هست؟ این دوست ما ثابت کرده که تو دل آقا به غیر از خون هیچی نیست. پس باید همش از بین این دوتا گوشمون، از این مغز استفاده کنیم. حالا یه وقت طرف راستشه، یه وقت طرف چپشه، یه قسمت جلوشه، یه وقت قسمت عقبشه. هرچی هم بیشتر تمرین کنیم بهتر میتونیم تصمیم بگیریم. خلاصه مطلب این که بیژن قیصر از میان ما رفت. تا اونجایی که میتونید از پدر و مادر و خواهر و خانواده اینها دلجویی کنید. بعد فردا یادتون نره جمعه که میرید تظاهرات یا هر چیز، شنبه نرید دیگه به امان خدا، بشینید یه جایی باز کنید بگید آقا ما هفته یه ساعت از این فیرفاکس کانتی پابلیک اکسس، چون نمیتونیم که به سوربی $20 بدیم، این میشه ما داریم پول میدیم به جمهوری اسلامی، از این فیرفاکس پابلیک اکسس مجانی استفاده کنیم. همونجوری که آقای اجلالی میمد قرآن درس میداد، همونجوری که اونای دیگه میان هر چیزی درس میدن، یه آقای آمریکایی میاد پیشگویی میکنه و فلان، نه شما راجع به این که با پلیس یا با برخورد پلیس چگونه رفتار کنید. گیرم که پلیس دیوونه، روانی، ردنک، شما باید بتونی با اون یه جوری رفتار کنی که کشتن شما موجه نشه. هر چی فوشت میده بگو اوکی اوکی، یس سر، یس سر. بعضی پلیس ها زنن، یس مام، یس مام، نگین یس ماما، مام یعنی مامان، مام یعنی مدم. اوکی بله، شاید ترسیده گواهینامه رانندگی از دست بدهد، به هر جهت پلیس به وظیفهش عمل کرده. خب منم میدونم، نه اون میترسه، من 60 ساله پلیس دنبال من نیست، چراغش روشنه میخواد بره نهارش که سرد نشه برداره بیاد، فوری قلبمون شروع میکنه زدن، میان کنار. اون چیزی که شما میگی ترس، کاملا درست میگی، ترس که گواهینامش رو از دست بده. خب حالا از دست پلیس در میره، اولا شما ماشینای این پلیسا رو چیزشو بخونید، اینفورمیشناشو، یه روز میگم سعید بیاد توضیح بده. اینا یادمه ما اون وقتا که میرفتیم آکشن ماشین بخریم، وقتی میمد میگفت this is police car، اولا موتورشون قربونش برم تورک که نگو، هرچی تورک و لور و اینا هست توشه، تورک میدونید اون فضا و نمیدونم حجم و این قدرت و پاور اینا هست به غیر از هورس پاور. بعد ماشین های معمولی مثلا یک کاربراته بود، اینا دو کاربراته بودن، اونا دبل فلان بودن، اینا کوارت فلان بودن، اینا از همه لحاظ اونا سریع ترن.
بعدم با جیپ، با جیپ شما میخوای از دست ماشین پلیس در بری. این پلیسا به نظر من آدمای بی تجربه ای بودن که وقتی اینو بلاک میکنن ای کاش تجربه دار بودن همچین بلاکش میکردن که این نتونه بره. اون چیزی که به ما قبلا گفته بودن، ما فکر کردیم در این رانندگی از جاده رفته بیرون، ولی میبینید وایستاده اینجا، بعد که میخواد بره شروع میکنن بهش میزنن، تیر میزنن، دیگه پاش از رو گاز و نمیدونم ترمز و اینها میره توی دچ یا توی این گودی جاده ها. نمیدونم اگه به خدا باور دارید خدا رحمتش کنه، اگر نمیدونم روانش شاد، به یکی میگی روانش شاد، میگی نه آقا بگو روحش گرامی باد، هر چی که شما میگی. اون جوان رفت پدر و مادر خواهرش رو به اصطلاح دلداری بدید، امیدوارم صبر داشته باشن، تحمل داشته باشن تا این مصیبت رو بتونن تحمل کنن، خیلی مشکله. و اما بریم سراغ برنامه امروز و این لینک رو هم من همین الان میذارم اینجا که مخصوصا چون این آقا پرویز اون روز اومد گفت آقا چی شد پس، میگیم بابا بیا اینم لینک برای شما. آره گفت که بله واشنگتن پست، احتمالا این ویدیو هم با وجودی که من از NBC نشنال برادکستینگ دنبالش گشته بودم ولی توی واشنگتن پست آمد و اینا حق بشونه وقتی فیلم رو چیز میگونه بذاره به اصطلاح به نام خودش. دیدید این سمت چپ نوشته بود WP واشنگتن پست. و اما هی شما بگید این آخونده بده، هی بگید دلار گرون شده، آقا دلار ارزون شد، قیمتش شد صفر، آخونده گفتن دلار نخرید ارزون میشه. باورتون نمیشه؟ بفرما با هم بیان بریم بازار تهران ببینید قیمت دلار شده صفر. ولی یادتون باشه این همون آخوندهایی هستن که گفتن خونه نخرید به همه خونه میدید، گفتن پول آب و برق و گاز ندید همه چی مجانیه، حالا برای پول آب و برق و گاز میان مردم بیچاره رو میکشن، نمیدونم خونه هاشونو میگیرن. این پشت یه صرافیه و اگر دقت کنید نور افتاده این ور، مینیسه دلار رو میخریم زیرو میفروشیم زیرو، ولی یورو رو میخره 5000 رو ببخشید میفروشه 5850 تومن، دیگه ریال هم نمینیسن، بعد میخرن از شما 5750 تومن، خداییش 10 تومن نه 100 تومن 100 تومن، خب ببخشید میخواستم اینا کمه ولی نیست. ببینید حالا اومده این ور که اگر عکس نور افتاده بود تو شما ندیدید، الان ببینید دلار آمریکا USD 0-0 یعنی خرید و فروش نمیشه و دولت هم گفته دلار ارزون میشه و معمولا هر وقت دولت میگه ارزون میشه چون اینها چوپان دروغگو هستن و مردم باورشون ندارن، بدتر مردم هجوم میارن که برن دلار بخرن، وقتی مردم هجوم میارن که دلار بخرن خود همین هجوم آوردن دلار رو گرون میکنه. دلار 4700 تومن 4750 و چه باید کرد؟ یه نفر که متخصص اقتصاد هست و اینها بیاد صحبت کنه. ضمناً من همیشه تو برنامه هم گفتم که اگر شما مخالف گفتهای من هستید مهمان من باش، اجازه بدید طبق نصیحت دوستمون اینو عوض کنیم. آقا چرا مهمون من باشی؟ اگر من نظرم رو میام میگم بابتش پول خرج میکنم، بابتش فوش و تهمت و نمیدونم اعصاب خورد کنیه، شما من میخوای نظرتو بگی بابتش پول خرج کن، دوست داری بیا وقت بگیر نظرتو بگو، دوست نداری برو به سلامت. چقدر راحت ما شدیم. این معلمای خوب من، این دوستای خوب من اگر نبودن من چه خاکی باد بر سرم میریختم، گفت باد خاک کاهو بر سرت میرفتی که کودشم زیاد بود و موهاتم پر پشت میشد. و اما اینترنت ماهواره‌ای چیست و چقدر عملی است؟ از ما بپرس بهت میگیم. من چون نمیدونستم راجع بهش همش فکر میکردم اینترنت ماهواره‌ای، من حتی اگه اینترنت میخرم برای تلفن برای به اصطلاح مسافرت یه دونه به اصطلاح بهش میگن مثل مموری استیک،
اونو به هم میده اون شرکت اسپرینت یا هر شرکت دیگه، اینو میزنم بغل لپتاپ، بغل کامپیوتر، بعد به ما میگه که این پسوردشه، این آیدیشه. یعنی یه چیزی شما باید به کامپیوترت بزنی. بله کامپیوترهای جدید همشون اون کارت 802 و وایرلس و اینها رو داره، ولی حالا ببینید چیه این چیزی که مردم یه دفعه عالی جناب ترامپ میخواد به ما اینترنت بده. عالی جناب ترامپ فعلا باید یه کسی بهش تناب بده، از این چاهی که خودشو انداخته داخلش بیاد بیرون، چاهی که دیگه زنش هم باهاش مسافرت نمیره. خانمش گفت بعد از این ماجرایی که با اون زن فیلمای سکسی ماجراش اومد بیرون، این خانمش گفت بابا حالا اون دفعه من گفتم این مثل اینایی که ورزشکارن توی اتاق به اصطلاح رختکن و اینها شوخی کردن، ولی مردک تو رفتی 130,000 دلار هم پول مردمو که داده بودن. اولا اومد گفت ما ازش پول نمیخوام چون من پولدارم، بعد دروغ گفت. پول هم از به اصطلاح جی اوپن چی میگن، از ریپابلیکن ها گرفت، هم از مردم گرفت. و شما ببینید چقدر ناراحت میشید که پول داده باشید 3 دلار، 5 دلار، 10 دلار، 100 دلار، 2,000 دلار که نامزد انتخاباتی شما برنده بشه، بعد سر در بیارید که نامزد انتخاباتی شما این پول رو داده به یک زن به اصطلاح هنرپیشه های فیلم های سکسی که دهنش رو ببنده، چون یه هفته قبلش اون ماجرای نوار اکسس هالیوود، همون اتوبوسی که این بدبخت خدازده بیلی بوش اون کارش از دست داد و میدونید چی صحبت کرده و گفته من هر جای زنها رو دلم بخواد میگیرم و چون من هم معروفم هم پولدارم اینا. ولی حالا دوستانی که هیجان زده شدن، دوستانی که بدون تحقیق رفتن و فکر کردن الان یک ماهواره میره هوا و همه دیگه قرار نیست که او وی پی این رو نمیدونم فیلتر آخونده و اینها رو تحمل کنید، اینترنت ماهواره‌ای چیست و چقدر عملی است. در جریان اعتراضات در ایران و پس از مسدود شدن دسترسی کاربران اینترنت در ایران به بسیاری از سایت ها و شبکه های اجتماعی، بسیاری از کاربران ایرانی از دولت آمریکا خواستند تا با راه اندازی اینترنت ماهواره‌ای با آنها کمک کنند. مخاطبان بی بی سی فارسی درباره اینترنت ماهواره‌ای سوال هایی فرستادند که در این مطلب بخش کلیک بی بی سی به آن پاسخ داده خواهد شد. چگونه می توان برای ارسال و دریافت این اطلاعات از اینترنت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شد؟ برای دوستان گوش کنید، برای اتصال نیاز به یک دستگاه گیرنده فرستنده دارید. این دستگاه ها در هر نقطه ای از دنیا اتصال به اینترنت را میسر می کنند، حتی نقاطی که در آن هیچ سیگنال مخابراتی وجود ندارد. دستگاه مانند یک هاتسپات وای فای عمل می کند که به کمک آن می توانید کامپیوتر و دستگاه هوشمند خود را به اینترنت متصل کنید. بعد این عکس دستگاه است دوستان. اولا می بینید مثل دستگاهی که دوربین می زنن توش، دستگاهی که به اصطلاح واتر پروف هست و اینها، یه حجم بزرگی داره و اون کسی که این عکس رو گرفته ای کاش بغلش یه دوستان وقتی میخوان یه عکسی بگیرید بغلش یه مثلا تلفن دستی بذارید، یه چیزی که همه میدونن، یه مداد بذارید، یه خطکش بذارید، یه لیوان آب بذارید که طرف بتونه مقایسه کنه. چون این ساک، این جعبه‌ای که اینجا کشیده، من اندازه اینو دارم، دوربین کوچیک میذارم توش، بزرگترشو دارم قد یه چمدونه، ولی شکلش همینه و اینا یه چیزای مقاومیه که با پلاستیک درست میکنن و قفل میشه و ارتش هم ازش استفاده میکنه. این نوارم که شما میبینید اورینگ یا سیلی هست که وقتی اینو میبندید اگه اینو بندازید تو آب، آبم توش نمیره. ولی نگاه کنید دستگاه‌های قابل حمل، تو پرانتز نوشته چمدانی، یعنی قد یه چمدونه. آقا شما اگه میخوای اینترنت آقای ترامپ، تازه اگر آمد و ماهواره رو فرستاد هوا و دلش به حال شما سوخت و دلش هوس کرده بود که نفت گرون بخره به جای اینکه نفت 40 دلاری رو از آخوندا بخره، اون وقت شما یه دستگاهی میخوای، یه چمدون،
حالا از دست کامپیوتر و لپتاپ راحت شدی، اومدی تو خیابون با هر فروشگاهی وای فای استفاده میکردی، آخوندا اونو قطع کردن. آقای ترامپ، عالی جناب ترامپ لطف کرده برای شما ماهواره فرستاده، اینم مثل همه قولاش که دروغ بوده ماهواره تو هوان، ولی شما این چمدونه رو باید بخری. این چمدونه رو به احتمال زیاد کی وارد میکنه؟ دوباره آقازاده ها. چند میفروشن؟ نمیدونیم. دستگاه های قابل حمل چمدانی چیست و چگونه کار میکنن؟ دستگاهی موسوم به BGAN Terminal، دستگاه گیرنده فرستنده است که شرکت های ماهواره مختلف ارائه میکنند و سرعت اینترنت از طریق آن میتواند تا 500 کیلوبیت در ثانیه باشد، یعنی از 1 مگابیت هم کمتر. ولی خب 500 کیلوبیت میدونید ما وقتا با 56 کار میکردید خطای تلفن و اینا، نسبتا خوبه. در اندازه کوچکتر دستگاه های مثل iSavvy یا ISAVI محصول شرکت این مورس که به اندازه یک کتاب کوچک است میتواند همین خدمات را ارائه کنند، اما سرعت اینترنت آن حد اکثر 200 کیلوبیت بر ثانیه. این کیلوبیت نیست دوستان، این با مموری فرق میکنه، این بیت اون بیت. بله. و راندزی آن شامل نصب، حالا میدونم سعید الان یه اینجوری شونش میکشه بالا میگه عجب من خوب یاد این شاگردم دادم. و وقتی شاگرد درسشو خوب پس میده دوستان، نمیدونید معلم چه کیفی میکنه. برای سرعت‌های بالاتر تا 50 مگابیت بر ثانیه میتوان از سرویس‌هایی مثل Global Express Network استفاده کرد که اندازه دستگاه گیرنده فرستنده به مراتب بزرگتر است و راه اندازی آن شامل نصب یک دیش کوچک میشود، اما همچنان قابل حمل است. حالا ما چه سابقه‌ای داریم با این دیش؟ هر روز آخوندا پلیسا رو میفرستن جمع میکنن، حالا دیگه یه دیش هم بذارین برای ماهواره اینترنت. به کارگیری این سرویس تنها از طریق اپراتورها محلی که با شرکت ماهواره همکار میکنن امکان پذیر است. یعنی چی دوستان؟ یعنی شما نمیتونی مستقیما با اون ماهواره در تماس باشی، شما باید یا با ایران تل، ایران سل، ایران آخوند، کوفت زهر مار پول به اونا بدی. همون دوباره شد، هم به قول شیرازی ها علتون کردن، گذشت علتون کردن، شیرازی بگم علتون کردن، نگاه پیرن برتون کردن، مسخرتون کردن. بمانه برای سرعت بالا تا 50 مگابیت و اینا، بله یه دیش اینجوری هم بذارید. حالا فکرشو بکنید، مثلا سوربی این دیشو گرفته دستش، داره پشت سر سعید را میره، سعید هم تلفنشو وصل کرده و داریم میریم میخوایم مبارزه کنیم. اونم چه مبارزه‌ای؟ مبارزه اینترنتی. دوستان عزیز، گفت اگر به انتظار شام همسایه نشستی سر گرسنه زمین میذاری، یا شب گرسنه میخوابی، یا شب باید به صدای شکمت گوش بدی. دیدی وقتی گشنته این شکم هم حرف میزنه با هما، هی از اون پایین من اینجا هستم. در هر صورت اینم ماجرای اینترنت که یه مقداری دیرتر اومد ولی خوب شد، چون اگر در اون جریانات ما میگفتیم میگفتن ببین این پدر سوخته، گفتم این مامور جمهوری اسلامی ها این ثابت کرد میخواد من اینترنت عالی جناب رو نگیرم. و اما اجازه بدید از کامران تشکر کنم. این دوستانی که اسمشون کامرانه یا کیوانه، اینا اونایی که کیوانن مینویسن K1 عدد 1، خیلی آمریکایی‌ها قشنگ میخوننش دیگه، میگن K1. ولی کامران اگه نوشت کامران، یکیش میخوندش کامران، یکیش میخوندش اون. یادمه این آقای کامران نیاکان نوشته بود که کامرون، گفت وقتی مینویسم کامرون اینا میخونن کامران. من اون روز درباره فوت شدن یا به اصطلاح وفات آقای محمد ابوالفضلی، دکتر محمد ابوالفضلی، این کسی که متخصص مواد غذایی و ورزش و اسپورت و اینها بود، صحبت کردم و فکر میکردم تازگی فوت شده. دوستمون نوشته که آقای سوربی متاسفانه در جامعه ایرانی ما انقدر با هم اختلاف داریم و انسجام نداریم که آقای ابوالفضلی سال 2016 اکتبر، یعنی یک سال خورده، ولی چون الان 2018 هستیم ایشون گفته دو سال فوت شده.
و من یکم فکر کردم، گفتم که خب چند مدت پیش فیسبوک از من نوشته بود که سوربی اگر یه وقت اتفاقی برات افتاد تو بیمارستان مردی، میخوای بچه دوستت بیاد روی فیسبوک اون بتونه به اصطلاح به مردم بگه آقا دیگه فوش به سوربی ندید، مرد، چون ما هر کی میمیره خوب میشه، تا موقعی که زنده است فوشش میدید. گفتم به چه فکر خوبی، اسم دخترم رو نوشتم، حالا باید اسم سعیدم اضافه کنم، ولی خب سعید از کجا بفهمم من مردم؟ در هر صورت فیسبوک این چیزها رو داره. بعد حالا تازه این برای کیه آقای کامران عزیز؟ فهم کامران گفته یه چیزای گفتنی داره، گفتم خب بیا و بگو، ولی یونجه اسب حضرت عباس یادت نره. این اسب حضرت عباس هم هر کی نمیدونه بره پیدا کنه، اگه نتونستید پیدا کنید بگید که ما تو برنامه آینده یادآوری کنیم. تا حالا از سال 2006 تا حالا، چون 2003 تا 2006 ما از هیچ که پول نخواستیم، بعد دیدیم آقا ما پول نمیخوایم، در دیگ بازه، حیای گربه کجا رفته؟ یادم افتاد به اولی که انقلاب شد، اتوبوس‌های واحد پول بلیت و تیکت و اینا رو گفتن آقا نمیخواد، این ملت بابا ملت دانشمندی است، ببین چه جوری انقلاب کرد، گفت شا بره هر کی میخواد بیاد بیاد. حالا ما دیگه پول نمیگیریم، یه صندوقی میذاریم اینجا اسمش همت عالی، اگه کسی سوار شد. آقا اینا هی خالی میرفتن، اون شرکت هم فکر کرد راننده و شاگرد اتوبوس واحد این پولا رو دزدیدن، بعد گفت نه آقا اصلا بلیت دوزاری اتوبوس واحد بکنین یه تومن که پرداخت اونم بشه. ما سال 2006 گفتیم آقا این که نمیشه که آقای نمیدونم ماهی کوفت زهر ما، شما همتون مهندس و دکتر و فلان لقب دارید، همم پولتون میدن میاین بارتون رو دوش ما، پولتون رو بدین. از روزی که ما گفتیم پولتون رو بدین، ما شدیم مأمور، شدیم مزدور، شدیم خائن، شدیم پول پرست، هر چی شما بگین، ولی عادت کردیم خدا رو شد، پوستمون کلفت شد. و امروز که کامران برای من نوشته که آقا من حرفایی برای گفتن دارم، دمش گرم، خودش نوشته من سعی میکنم که برنامه بخرم بیام تو برنامه ها صحبت کنم. بارها من گفتم اصلا رسم جوری بشه که شما وقتی یه نفر رو میبینی اینجا بدونی که این نیومده حرف مفت بزنه، این پول داده، وقت خریده، حتی به سوربی هم پول داده که براش کار انجام بده، مثلا بشینه اینجا این تصویر رو اینجوری کنه، الان عوض کنه، الان شماره تلفن، الان بیاد برای شما هم میتوانید، الان بیاد آدرس ایمیل. آقا چرا ندن؟ اگه ندارن نمیتونن جایی بگیرن، برن دنبال کارش. یه نفر گفت آقا من میخوام بیام راجع به فلان چی صحبت کنم ولی نمیخوام کسی منو بشناسه. گفتم آقا نیا، نصیحت من به شما اینه. یه شعری بود میگفت که مردار بود هر آن که او را نکشند، قسمت اولش الان یادم نیست، میگفت در مرام ما ترس و اینا وجود نداره، بعد میگفت مردار بود هر آن مردار، که میدونی یه کسی که همجور مثل لاش میفته میمیره، نه اینکه رفته برای آزادی برای خواستش فلان اینا. در صورت در مورد آقای ابوالفضلی بذارید من براتون بگم، من سال 2004 رفتم کالیفرنیا، اونجا دو سه روزی با آقای حمید احمدی که الان تلویزیون ICC رو داره، و آقای احمدی یکی از شومنای ایرانه که متاسفانه حالا به خاطر تاریخ انقلاب ایشون دیگه فرصت نیومده دستش که مثل غریب افشار علکی مثل فرخزاد بیاد شومن بشه، ولی شومنه، کارش هم خوب بلده. و دو سه روز با این دوستان بودن، اون موقع هم اینا با هم دوست بودن. آقای ابوالفضلی وقتی منو دید گفت آقای سوری من از سال 2001 شما رو میشناسم و من همونیم که زنگ بهت زدم بهت گفتم من کشتیگیرم، من فیلابی رو میشناسم، تو رو میشناسم اینا. گفتم آها حالا که حرف زدی فهمیدم. و بنده خدا ما رو هم برد خونش، خونش مثل یه باغ بود همینجوری که فیلماشو دیدید. بذارید اصلا من محمد ابوالفضلی رو اینجا بیاریم، یه یادی هم از این کرده باشیم، بالاخره حالا حرف میزنیم، ما اگه کسی ظلم بهمون میکنه فوری نشونش میدیم و فوشش میدیم و اینها. خب اگه یه کسی هم لطف کرده چیه، یه شعری هست میگه عیبش جمله بگفتی، نمیدونم حالا خوبی هاشم بگو. Love and Pomegranate by دکتر محمد ابوالفضلی. اولا این آقای ابوالفضلی ایرانی بود که تو آمریکا مدل بود، یعنی من عکس
اون بیلبوردای توی کالیفرنیا که تبلیغ شلوار جین رو انجام میداده دیده بودن. هیکلش هم ماشاءالله با وجودی که الان یا هم سن من بود یا از من یه دو سال پیرتر بود، ولی خیلی گود شیپ، سالم، سلامت. اون وقت نه مشروب میخورد. اینها عکس شلام بهتون نشون میده. ورزشکار، نگاه کنید شما، احیانا اونایی که قیافه ایشونو قبلا دیده بودن ولی یادشون به اسمش اینها نبوده، الان میبینن و میدونن که ما داریم راجع به کی صحبت میکنیم. آقای دکتر محمد ابوالفضلی، کشتیگیر، ورزشکار، طرفدار خوراکای سالم و به اصطلاح، ببینید اینها، ببین محمد ابوالفضلی متخصص علوم تغذیه و طب ورزشی، پی اچ دی گرفته بوده، یعنی دکترا در این رشته اینها. و میبینید طبیعت مادر، عکساش هم هست اینجا، میبینید این کت شلوار اینا، این مال موقعی که مدل بوده، این یکی هم مال موقعی که ورزشکار بوده، این یکی هم مال بالاخره هرچی، و این مال تلویزیون مرکزیه، چون ایشون یک نسبتی با اون آقای چیز داشت، یه نسبتی با آقای سعید مقدم، که بعد بعض وقتا به من زنگ میزد میگفت سوربی این آقای سعید مقدم آدم خوبیه، ولی افتاده دست این معتاد محمد امینی، ببخشید نه محمد امینی، عذر میخوام، از آقای محمد امینی، از خانواده ایشون، دست این مسعود امینی، به ظاهر شاعر ولی معتاد، و میگه حتی خانوادهش باش مشکل دارن، از برادرش گرفته، از خانمش گرفته و اینا. بله خیلی ممنون، این دوستمون این شعر رو فرستاد، گفت در مسلخ عشق جز نکو را نکشن، روبه صفتان زشت خو را نکشن، گر عاشق صادقی زکشتن مگریز، مردار بود هر آن که او را نکشن. خیلی ممنون. خب ما اقلا یک مصرعش یادمون بود از این دو بیتی. سعید عزیز لطف کرد و این دو بیتی رو برای من و شما گفت. یه بار دیگه میخونم: در مسلخ عشق جز نکو را نکشن، روبه صفتان زشت خو را نکشن، گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز، یا من نهراز، یه چیزی در صورت، مردار بود هر آن که او را نکشن. حالا اون دوستی که میخواد بیاد ایران نجات بده ولی میگه نه اسم منو بگین، نه فامیلمو بگین، نه کسی بشناسه منو، doesn't work. ببینید این آقای محمد ابوالفضلی همش تو باغ و گل و میوه و حتی یه دستگاه جوسر درست کرده بود، این چیزایی که آب میوه میگیرن، بعد میگفت اشتباه نکنید، فقط آب میوه رو نخورید، پوست میوه، اون چیا بهش میگن، پالپ بهش میگن، اونها رو هم باید میخورید. و بنده خدا ایشون میگه که سکته کرده و فوت شده. اگه کسی بیشتر از ایشون میدونه لطف کنه روی این شماره پیام بذاره، 202-695-2573، و شرح ماجرا رو بگه. مردن ماجرایی نداره. این آقای جهان قشقایی، خواننده خوبمون، هم مدرسه ای من بوده، هم کلاسیم نبوده، یادم سالها پیش یه دفعه زنگ زد گاج سوربی من با شما هم کلاس بودم، گفتم اه تو رشته برق بودی؟ گفت نه من رشته ساختمون بودم. گفتم خب پس هم مدرسه بودیم. بعد گفتم که چه سالی بودی و اینها، گفت همون سالی که شما بودی، و یادته یه پسری ناظممون زده بود آقای حاج معلم، گفتم ها بله یادم، که اون من بودم، خدا بیامرزش. این بنده خدا هم فوت شد و خداییش به شما بگم، اینایی که اینجوری فوت میشن آدمای خوبی هم، نمیخوام بگم اونای دیگه که جور دیگه فوت شن آدمای بدی هم، یعنی دردی نمیکشن، تو رخت خواب 3-4 سال نمیافتن، مریض نیستن. الان با دوستم صحبت میکردم میگه پدرش 40 سال از این قرصای نیتروگلیسرین میذاره زیر چشش، اینا همش هم از سیگار کشیدن. بمانه در صورت، کامران عزیز ممنونم، خوشحالم که ما اگه تو تلویزیون یه چیزی میگیم دوستان بی تفاوت نیستن، دوستان بر میگردن میگن اینجور اونجور، و من به نوبه خودم از شما ممنونم. ولی این که چرا من ایرانی خبر نداشتم، اولا خب من اداره ثبت احوالم، اگه باشم ثبت احوال یه محل رو میدونم. من مدت پیش به نفر گفتم این آقای حسینی که عقد میکرد و اینا پیداش نیست،
کانون میرفت این ور میرفت و آقا بنده خدا سکته کرده اصلا نمیتونه حرف بزنه، یعنی یه بحثی پیش میاد. اون روز بهتون گفتم یه دوستی اومد راجع به موضوعات مختلف صحبت کردیم، بعد گفت این آقای ابوالفضلی هست دوست شما؟ گفتم گفت بود دوست شما. گفتم بابا هنوزم دوستیم. گفت آقا مرد. گفتم اه. گفت بله مادر من عاشق این بوده، این میمده کمک میکرده، آب میوه میگرفته فلان اینا، راهنماییش میکرده برای بهتر زیستن. کسی که به همه بهتر زیستن رو یاد میده خودش اینجوری یه دفعه به اصطلاح پر بزنه و از بین ما بره. دوستان عزیز، چهارشنبه ها وسط هفته است. اونایی که آلمانی بلدن میتوخ، اصلا روز چهارشنبه رو میگه وسط هفته. چهارشنبه اونایی که تو دوره شاه زندگی کردن میدونن روز خوشبختیه، بلیتای بخت آزمایی. و چهارشنبه این دوست ما از خلیج فارس برنامه های عقل بشر رو ارسال میکنه که امروز حدود 20 دقیقه یه چیزایی درباره قرآن میگه که خیلی بحث برانگیزه. ولی وقتی یه چیزی بحث برانگیزه شما باید اول بهش توجه کنید. من خودم گوش دادم، برای آقای چمنارا هم فرستادم، ایشون هم نظرشو گفت. ساعت 3 یعنی 5 دقیقه دیگه برای شما پخش میکنم. اگه دوست داشتید در این مورد صحبت کنید زنگ بزنید، پیام بذارید، تکست ارسال کنید، ایمیل بفرستید. امروز از یه جایی بودم تو آفیس یکی از دوستام، گفتم برو روی این صفحه این سربی براش یه دونه، هرچی به سعید و مجید و اینا گفتیم اینا دقت نکردن جواب ما رو بدن، گفتم یه دونه مسیج با فیسبوک بفرست و ببین ریسپان چی میگیری. و تا زد نوشت که همون به علت داشتن 20,000 تا دوست، دشمن، رفیق اینها، من دیگه قادر نیستم روی فیسبوک جواب بدم، تنها با ایمیل، تنها با تلفن. ممکنه یه مدت دیگه اگه ایمیل ها زیاد باشه بگم دیگه با ایمیلم نمیتونم پاسخ بدم، با تلفن. اگه یه مدت دیگه تلفن ها زیاد شد دو نفر استخدام کنم بگم اونایی که میخوان فوش بدن سلام علیک و قربون و نمیدونم روشن کنن تلویزیون های دیگه، اینا رو بنداز سطل آشغال همون جایی که هم خودشون باید برن هم اونا، بعد اونایی رو که میخواد آقا حرف بزنه، حرفی برای گفتن داره، حمایت کنه و اینها، اونا رو بیار. اینه که شما وقتی زنگ میزنی وایت هاوس، آقای اوباما یا آقای ترامپ که جواب نمیده، یه دختر 20 ساله اونجا به نام انتر، یعنی داره دوره آموزشی میبینه یا آن دی جاب ترینینگ که بعداً یاد بگیره چجوری جواب بده و اینها. یعنی رو شما خوچه‌های هندی، رو ما اینا مثل خوچه‌های هندی اینا کار میکنن، یاد که گرفتن و هم میره توی جای یه چیزی بگیره. خب خیلی ممنون دوستانی که میان، ممنونم که سلام میکنید، درود میگید و اینها، ولی شاید هم بهتر باشه بگید، چون باشه بابا ولمون کن دیگه، ما نمیخوام همه چیز رو عوض کنیم، بگید اب نداره. یه عکس این دوست ما فرستاده، میگه که در پایان قرن 19 این عکس گرفته شده از کعبه. حالا شما به من بگو که زمان پیغمبر اینجا چگونه بوده. خب دوست عزیز بفهم، این عکسیه که در پایان قرن 19 یعنی اولای قرن 20 یعنی 120 سال 130 سال پیش گرفته شده. خب بازم این حکایت از یه شهری میکنه، دور تا دور این خونه هست، کسب و کاری هست و اینها، چاه آبی هست اینجا، میبینید اینجا چاه آبی هست و شما انتظار داشتی چی باشه، مثلا ساختمانای نیویورک رو ببینی. و در هر صورت خودشون هم که میگن، میگن اینا بادیه نشین بودن، بادیه یعنی صحرا و کویر و دشت و اینها. و در صورت این عکس مال اون موقع است، میگن که ببینید زمان پیغمبر چگونه بوده. ولی یادمون باشه همینا زمان پیغمبر همین کعبه بتخونه بوده، میومدن چیزای سالیانه به اصطلاح گردهمایی‌های سالیانه معاشرت یا چیزای فرهنگی رو عوض میکردن، خرید و فروش میکردن. به همین خاطر هم اون قبیله قریش بوده، با محمد بد شده، گفته آقا تو داری کاسبی ما رو تعطیل میکنی و اگه میگی اینجا بت نیای بتاره، خب چیکار کن. محمد هم چون بیزنسمن بود و یاد گرفته بود اینا، گفت اسمشو میذاریم الله، میگیم الله اینجا، بیان اینجا. یعنی خودشون از روز اول پایه و اساس دروغ. و تا دیروز اقلا می اومد یک بوتی بود، دستی بهش می مالید، یک ماچی بوسه ای.
از امروز دیگه هیچی هم اونجا نیست و الله میگن اسم یکی از بت‌ها بوده گذاشتن اونجا، من نمیدونم نبودم و عذر میخوام. آها، یکی از دوستان راجع به سرماخوردگی و اینها نوشته، براتون میخونم. بانویی هست که چیز این یوگا تمرین کرده، بعد میگه من چند سال پیش مریض بد بودم و این معلم یوگا یه چایی یوگا تی برای ما درست کرد و بهمون فرمولش رو گفت، من برای شما بعدش میخونم. ولی الان ساعت 3 هست، میریم کجا؟ میریم به خلیج فارس. با کی؟ با این دوستمون که همیشه برای شما پیام میفرسته و ببینیم که این بار چی میگن. سراپا گوش، یا به قول معروف با گوش جان بشنوید. سلام بر شنوندگان این گفتارها. بر صفتی انسان در این گفتارها بسیار تکرار شده. یکی از علل گرایش انسان به بر صفتی تنبلی است. انسان سیستمی بر این کره ساخته که آسایشگران ارجمندتر از زحمتکشان درجه بندی شدند. انسان که مغزش در اختیار خودش نیست، با پیروی از معیارهای اجتماعی غلط، بالا بودن مقام را در آسایشگرایی شناخته است. تنها وسیله دوری از بررصفتی گرایش به علم و دانش پژوهی است. انسان خواهان فراگیری نمی باشد. این عدم علاقه به پیروی از دانش و پژوهش در اکثریت انسانها وجود داشته و دارد. اغلب مایلند چیزی آماده در اختیارشان قرار گیرد و هرگز دنبال چیست، چگونه تهیه شده یا چه چیزی است نروند. این علاقه اکثریت مردم به ندانستن در دنیای امروز بیشتر از گذشته هاست. علت سرعت انجام یافتن نیازمندی های زندگی است. به دست آوردن نیازها در اجتماعهای مدرن خیلی ساده تر شده. با رواج دستگاه‌های نوین عموماً کم صبر گشته ایم. برای فراگیری کوشش و تقلایی نمی کنیم. همه چیز را آماده می خواهیم. کسانی که دنبال دانش رفته و در بالا بردن سطح زندگی انسانها بر این کره با صبر و اصرار کار می کنند، نسبت بسیار کمی از تعداد انسانها می باشند. برای اینکه این گفته را بباورید، بپرسید کدام یک از ما هنگام خرید یک دستگاه نو و قبل از استفاده کاتالوگ یا برگه آموزش و طرز استفاده از آن را می‌خوانیم. هنگام نیاز و اجبار این صفحه ها را باز می‌کنیم. با عدم گرایش به دانش و فرار از آن، علاقمندیم بره چوپان‌های اجتماع بشری باشیم. به ایده و روشی رو آورده و پایبندش می‌شویم، بدون اینکه تمام جوانبش را بررسی کرده و با استفاده از دانش پژوهی و توانایی عقل، تجزیه و تحلیل و سپس انتخاب کنیم. بر اساس همین روش فوراً حکم صادر و همه امور و وسایل زندگی را درجه بندی می کنیم. این واقعیت مخصوص یک فرد و یا گروه نیست، بلکه یک روش عمومی انسان بر این کره است. مثلا آیا آقای خمینی کتاب آیات شیطانی را خواند و بعد دستور قتل سلمان رشدی را داد؟ با این دستور قتل که جنجالی برپا کرد، آیا خواندن این کتاب ضروری و مهم نبود؟ آیا واپسین‌های این فتوا را بررسی کرده بودند؟ آنان که در ژاپن و بلژیک مترجمین این کتاب را به قتل رساندند، آیا کتاب را خوانده بودند؟ یا آنان که به خیابان‌ها ریخته و علیه سلمان رشدی تظاهرات کرده، اصلاً از کتاب چیزی می‌دانستند؟ فرا گرفتن و دانش آموختن کاری دشوار است. اگر این طور نبود، همه دانشمند، مکتشف و مخترع بودند. فراگیری و بررسی و کنجکاوی یک کشش مغزی است که فقط دگر اندیشان با گرایش و استفاده از آن به انسانیت و پیشرفتش خدمت می کنند. همه دانشمندان ما و دنیا به این دگر گرایشی مبتلا هستند. اگر مانند بقیه بودند، نه ایده‌ای، نه اکتشافی و نه اختراعی به مغزشان می رسید. حکمرانان که در زمان خود همه صفتهای عالی به آنها نسبت داده شد، با ادعای ادامه آسایش عموم و حفظ امنیت هر گونه اندیشیدن را منع کردند. این روش فقط در طی 2 قرن گذشته در کشورهای اروپایی و سپس آمریکا فقط در زمینه‌هایی تغییر کرده. با این حال تا کنون با دیگر اندیشان مخالف روش و سیاست حکمران مانند گذشته رفتار می کنند و آنان را به طرزی مرموز و مناسب روز کنار زده و یا از میان بر می دارند.
به علت همین تنبلی و عدم علاقه به فراگیری هر چرا حکمران خواسته بر مردم تحمیل کرده است. روزی برای رستگاری و نشان دادن مدرن بودن، لخت شدن را مد نظر عموم قرار می دهد. روزی دیگر برای همین هدف و رستگاری حجاب بر سرشان می کند. در دو حالت نمی اندیشیم و خود را صحیح و درست می دانیم. کسانی پیش می آیند و راه نجات را در طرح‌های کوچک ادعا می کنند. طرفدارانی دورشان جمع می شوند که همه بدون اندیشیدن تصور بهتر شدن را در آن طرح کوچک و تجربه نشده می باورند. مگر شاهد نبودیم که عموم مردم به جمهوری اسلامی بدون اطلاع از محتوایش رأی مثبت دادند؟ همیشه همین طور بوده و خواهد بود. به همین صورت ایرانیان دوران سقوط ساسانیان با وسایل چوپانگری به اسلام گرویدند بدون اینکه با دانایی یا فهم از معیارهایش اطلاعی داشته باشند یا زبان دین را بدانند. هر چه به آنان گفتند بر روار قبول باور کرده و غیر قابل بحث دانستند. امروز و پس از گذشت قرنها و کاست شدن تعداد بی سوادان و ساده شدن یافتن و دانش داشتن کتاب مقدس، از طرز نگارش و پیدایشش بی اطلاعیم و کسی هم جویای اصل و فصلش نشده. ناآشنایان به زبان عربی آن را توتیوار بدون درک می خوانند، متنش را نفهمیده و بدون تحقیق ترجمه می کنند. تنها موجب این کار معیار ثواب و رستگاری است که در بیشعوری ها انباشته گشته بدون اینکه حقیقت این وعده را جویا شوند. با چند عبارت که از کودکی به مغز ما وارد و هر روز تکرار کرده اند، توانایی هر گونه اندیشیدن از مغزمان سلب شده. وقتی قرآن امروز را می‌خوانیم، اگر یک کلمه را درست نخوانیم، ما را به علت تغییر کلام خدا سرزنش می‌کنند. همه کلمه‌ها و مسائلش به دقت بسیار توسط نیرومند فرمانده‌ای دانشمند نازل شده و هرگز نباید در صحتش شک برد و آن را مورد سوال قرار داد. با این حال کتاب مفصلی به نام الناسخ و المنسوخ می نویسند که در آن شرح آیه را می دهد و آیه دیگری و یا پیشین را نقض تغییر داده و بی اثر می سازد. خدای دانا در دوران 23 سال از تاریخ پیامبر بنابر اوضاع روز و سیاست وقت تغییر اندیشه داده و توسط فرشته های پیامبران پیشین مسائل را به شکل وحی نازل کرده. با قبول تضادهای کتاب مقدس بدون درک به طوری غیر مستقیم تمام صفتهای خدایی را از آفریدگار زدوده و او را به یک انسان مبدل ساختند که هر گاهی تغییر رأی داده دستوراتش را بنابر مقتضیات زمان و مکان دگرگون بیان کرده است یا با کاستن توانایی خود نیروهای رقیب آفریده. اگر این ضد و نقیض ها وجود دارند و بخش هایی منسوخ یعنی بی اثر و یا غیر ضروری گشته شناخته شده اند، چرا این آیه ها را از قرآن حذف نمی کنند؟ قرآن چگونه نوشته شد؟ سؤالی که نباید به مغزها خطور کند. در زمان حضرت محمد چند نفری در کنار ایشان بودند که گفته هایشان را احیانا بر روی پوست می نوشتند. آن روز مانند امروز کاغذ فراهم نبود. آیا نبودن کاغذ در آن زمان مورد قبول و تأییدتان هست؟ دو تن از نویسندگان معروف هستند، یکی عبدالله ابن عباس پسر عموی حضرت محمد و دیگری زید ابن ثابت. عبدالله ابن عباس فقه و حدیث نویس و زید ابن ثابت قرآن نویس معرفی شدند. بن ثابت در معبد یهودیان به زبان عبری درس خوانده بود. روزی هنگام پاک کردن کعبه که قبل از اسلام جایگاه پرستش بت‌ها بود، نوشته ای یافتند که زید بن ثابت نتوانست بخواند. به یک موبد یا رابای یهودی مراجعه شد. او توانست متن را که به زبان سریانی بود خوانده و ترجمه کند. حضرت محمد از زید بن ثابت خواستند زبان سریانی بیاموزد. او این زبان را که مادر زبان عبری و دیگر زبانهای خاورمیانه بود در دو هفته فرا گرفت. این زبان اصلش آرامی و زبان پیشرفته آن زمان بود. زبان آرامی توسط باسوادان و صاحبان کاروان و آمیزش کنندگان با ملتهای دیگر صحبت می شد. در همه دوران زبان متمدنها بر دیگر زبانها غلبه می کند و در میان ملت‌ها منتشر می‌شود. امروز می‌بینیم خیلی‌ها برای شرح دقیق ایده‌شان از کلمه‌های انگلیسی استفاده می‌کنند.
اگر شخص این زبان رایج و منتشر در دنیای امروز را نداند، توانایی فهم و یا شرح همه موضوع را در خود نمی‌یابد. رومیان پس از اشغال شام و برخورد با این زبان، آن را بنا بر جای آشنایی سریانی نامیده و به سرزمین سوریه نسبت دادند. این زبان اصلش آرامی و ریشه زبان‌های دیگر است. پارسیان مهاجر از شمال به فلات ایران برای تماس و تجارت با همسایه‌ها این زبان را آموختند. مثلا کلمه شمیران معنیش بسیار زیبا و یا زیبایی خیره کننده است و نام یک ملکه آشوری در شمال عراق بود. اصلش آرامی می باشد. دره‌های سبز را به همین نام خوانده‌اند. در شمال عراق و سوریه دره‌های شمیران نام دارند. کوروش که در زبان آرامی کوروش خوانده می شود، معنیش خونسرد مرد است، هرچند که افرادی معنی این نام ها را بران، دره و خورشید نسبت دادند. کسانی هم که این نام را بر فرزندانشان نهادند، به دنبال دانستن معنیش نرفتند. در دوران خلافت ابوبکر که 808 روز طول کشید، مسلمانان مشغول نبرد با قبیله های عرب بودند که اسلام را کنار گذاشته و به دین قبلی بازگشته بودند. تعداد جنگ‌ها 500 نبرد روایت شده اند، به معدل یک نبرد در کمتر از 2 روز. شاید این شماره هم مانند دیگر مسائل تاریخ مبالغه باشد. در جنگ یمامه اغلب همراهان حضرت محمد به قتل رسیدند. عمر بن خطاب که با طرح امپراتوری ساختن قریش نیرومندی قبیله اش را ضروری می دانست، جمع آوری گفتار پیامبر اسلام را برای نگهداری دین پیشنهاد کرد. از زید بن ثابت خواستند گفته های پیامبر را جمع کند و در یک جا بنویسد. او این کار را کرد. نوشته هایی را که نزد خود داشت بران افزود. آنچه را که صحابه زنده بیاد داشتند بر روی پوست آورد. کتابی تهیه شد به نام قرآن. اگر از یک مسلمان عرب معنی قرآن را جویا شدید، اظهار نادانی می کند. این نام سریانی و معنیش کتاب خواندنی است. چند نفر از ما تا حال معنی این نام را سوال کرده ایم؟ کتاب جمع آوری شده توسط زید بن ثابت را خلیفه دوم در خانه حفصه دخترش که بیوه حضرت محمد بود بایگانی کرد. وقتی خلیفه سوم عثمان بن عفان بر سر کار آمد و پس از سپری شدن 10 سال از نگارش کتاب اول، باری دیگر از زید بن ثابت خواست که با کمک 2 نفر دیگر و حضرت علی کمیته ای تشکیل داده و این کتاب را دوباره جمع آوری و بازنویسی کند. بعد از 2 سال این کار تمام شد و خلیفه سوم در حضور بزرگان مسلمان همه نوشته های پراکنده قرآن را جمع و سوزاند. در حضور جمع فقط آن نوشته اخیر زید بن ثابت را قرآن صحیح خواند و به رسمیت شناخت و به نام خلیفه وقت به قرآن عثمان معروف شد. بعد هم سراغ کتاب اول که نزد حفصه نگهداری می شد رفت و آن را سوزاند. روایت دیگر می گوید که بن ثابت هنگام نوشتن از همان قرآن اول نیز استفاده کرده است. در این صورت چرا بازنویسی قرآن 2 سال طول کشید؟ نمی توان قبول کرد که زید بن ثابت که برادرش حسان شاعر پیامبر اسلام بوده، از خود عبارتها و آیه هایی به قرآن اضافه نکرده باشد. پژوهشگران با حساب حوادث و جریان های تاریخ 23 ساله پیامبری حضرت محمد، آیه های زیادی از قرآن را نوشته شخص زید بن ثابت و دیگر اعضای گروهش می دانند. این آیه های قافیه دار توسط یک زباندان حرفه‌ای به نگارش در می آید. سرودن یک بیت شعر هم به پیامبر اسلام نسبت داده نشده. سخنان و بحث حضرت محمد با اطرافیان را در قرآن تنظیم و آن را از زبان خداوند نقل نمودند. داستان‌ها و افسانه‌های کتاب‌های تورات و انجیل را زید بن ثابت در معابد یهود تحصیل کرده بود، مانند داستان یوسف، صاحبان کهف، یعجوج و معجوج، هاروت و ماروت و غیره را که یاد گرفته بود در قرآن آورد. امیدوارم با هوش خود به اصل و مصدر سبک تکرار کلمه‌ها در زبان خودمان مانند خوشگل مشکل، زیبا میبا و دیگر کلمه‌های مرادف مشابه پی برده باشید. حضرت محمد با آن وضع فشارها و در یک وقت همسر 9 بانو بودند و با آنان با عدالت رفتار کردن و آن همه جنگ، فرصت زمانی نداشت که این داستانها در اسریانی را به عربی بر زبان آورد. روایت است سوره الواقعه را حضرت علی نوشتند.
کتابی به نام قرآن علی وجود نداشت. اگر داشت چگونه این امام متقی و شجاع اعتراضی نکرد؟ سوزاندن و از بین بردن قرآنش را قبول و شاهد بود. ادعایی که با صفتهای داده شده به امام متقیان پیرو حق و و و و نگهدار حق یعنی مبارز در راه درستکاری در تضاد هستند. حضرت علی در نگارش قرآن همراه زید بن ثابت بودند، اما خود قرآنی ننوشتند. شرح بیشتر در گفتارهای آینده خواهد آمد. نگارش این کتاب با استفاده از 22 حرف و به طرز دیکته آرامی آن زمان که هر حروف عربی هنوز شکل نگرفته بود بدون نقطه نوشته شد. تعداد بسیار کمی با سواد می توانستند آن را بخوانند. شما خود این آزمایش را بکنید. مطلبی را در یک صفحه بنویسید، بعد از چند روز و نه 10 سال باز همین مطلب ایده خود را بدون خواندن متن قبلی از نو بنویسید. آیا می توانید همان کلمه ها و ترکیب جمله ها را بدون تغییر مانند متن قبلی بنویسید؟ حال چگونه هر چیزی را که در قرآن نگارش دوران عثمان ابن عفان آمده ما باید آسمانی، اصلی، صحیح و بدون تغییر و نازل شده و وحی بدانیم. در مراحل بعدی و در زمان خلافت حضرت علی و سپس معاویه نقطه گذاری زیر و زبر و تشدید یعنی خواندن دو حرف در کنار هم در یک کلمه بر سبک نگارش قرآن اضافه شد و مدتها طول کشید تا قرآن به شکلی دیگر درآمد. جهت تشخیص یا عربی نمودن قرآن، حروف زبان عربی از 22 به 28 حرف افزایش یافتند. زبان عربی بسیار دقیق است. با تغییر زیر و زبر معنی یک کلمه تغییر می کند. با تغییر یک نقطه کلمه دیگر می شود. برای مثال کلمه از دو حرف ها و ب در عربی هست که می شود آن را حب خواند یعنی عشق، یا حب خواند یعنی تخم کاشتن، یا حب خواند یعنی خمره. همینطور تشدید کلمه قبلا نبود و در قرآن جدید معرفی و به کار گرفته شد. مثال کلمه در فارسی زور خوانده می شود، در عربی می شود آن را زوره کج شده، زور کجگرائی، زوره تخلب کرد، زور تشریع خواند و معنی کرد. نقطه بر یک حرف معنی کلمه را بسیار تغییر می دهد. مثال جنه یعنی بهشت، یا بدون نقطه بر جیم حنه یعنی حنا، یا بحر دریا، نهر سربریدن، نخر سوراخ کردن، نحس افسوس خوردن. با گذشت زمان و نقطه گذاری و دیگر علامت ها کلمه های نو با معنی های متفاوت در قرآن و زبان عربی کاشته و مورد استفاده قرار گرفتند. حال تصور کنید با این همه تغییر و اضافه و یا کاستن، اگر کسی زیر و زبر کلمه قرآن را اشتباه بخواند گناهکار و نافهم است و در صورت اصرار حتما به جهنم می رود، یا شاید راه جهنم را با سر بریدنش زودتر نشانش دهند. این تغییرات در شکل گیری قرآن را کسی به ما نگفت. شرح علتش خواهد آمد. تا حال صفحه های از نوشته های قرآن پیدا شدند، صفحه ها و سوره هایی و نه همه قرآن. قدیمی ترین در 1972 در زیر ساختمان مسجدی در شهر صنعا پایتخت یمن یافت شد. تاریخ آن صفحه ها به 100 سال بعد از هجرت تخمین زده شده است. صفحه های قدیمی یافت گشته دیگر قرآن ها به تاریخ بعد از 2-3 قرن و 7 قرن می رسند. وقتی این صفحه ها را با قرآن کنونی مقایسه می کنیم، تفاوت ها، اضافه ها و کاست ها می آبیم که به معنای قرآن تفاوت های بسیاری می دهد. تا حال در حدود 20 متن مختلف از قرآن به روایت های مختلف به دست آمده. بنابر پژوهشگران قرآن قبل از چاپ در دوران نو به 11,000 متن خوانده می شد. یعنی در هر شهر اسلامی قرآن را بنابر تشخیص و درک خود می‌خواندند. خلیفه عثمان ابن عفان پس از نگارش قرآن دستور کپی کردنش را داد. 5 کپی تهیه شد. 3 رونوشت را به ولایات آن زمان بصره، کوفه و شام فرستاد و 2 کپی نزد خود نگه داشت. تا حال این قرآن در جایی پیدا نشده. چرا این کتاب مقدس و مهم را والیان خلیفه در حفظ نگه نداشتند؟ با ملاحظه تغییرهایی که در متن این قرآن‌های قدیم می‌بینیم و تفاوت‌هایش با قرآنی که در دست داریم سوال می‌کنیم کدام متن درست
اصلی و وحی خداوند است. کدامشان بر حضرت محمد نازل شده و توسطشان بر زبان آمده و بدون تغییر به دست ما رسیده؟ برای تندرستی شما نیایشمندم. نمیخوام سرتان را بیشتر بدردانم. در اینجا خاموش شده و دعوتتان میکنم هفته آینده سردردی را آغاز و تکرار کنیم. شاد و موفق باشید. خیلی ممنون از این دوستمون. اجازه بدید که آقای چمنارا چون لطف کردن و این به اصطلاح برنامه رو شنیدن و نظرشون رو ارسال کردن، الان هم روی فیسبوک نوشتن، من برای دوستان بخونم و بیایم اینجا. بله، اولا دوستان شما هم میتونید برنامه خودتون رو داشته باشید در مورد هر چیزی که میخواین صحبت کنید. همین الان یکی از طرفداران آقای ترامپ برای من نوشت که من چندین برنامه از شما نگاه کردم و دیدم که شما طرفدار ترامپ نیستید و سوالهایی دارید، من حاضرم به مثلا این پرسش‌های شما جواب بدم. جوانی هست، وقتی که عکسش رو دیدم یادم افتاد، خوبه این هنوز این بالا چیز میکنه به اصطلاح کار میکنه، یادم افتاد که من قبلا از ایشون دعوت کردم، براش وقت گذاشتم. بعد آمریکایی‌ها میگن ایوال نو شو، یعنی کسی که مثل آقای ترامپ میدونید از سربازی در رفته. همین هفته گذشته چند روزی که گاورمنت شاددان شده بود، ایشون ایوال بود، پیداش نبود. البته خیلی ها گفتن خوب که نبود، چون که نبود شد سه روز. اگر بود و با ترامپ با این توییتر میفرستاد مثل هر روز آشغالایی که تو مغزشه، اینا میموند و وضع مملکت واقعا داغون میشد. چه کسی اینو تونسته سه روز، شنبه، یک شنبه، دو شنبه ببنده؟ میدونید اینجا یه جاکت، اینجا کوتی هست میپوشن، اینایی که دیوونه هستن وقت این کوت آسینش بلنده، بند داره، زنجیر داره، اینجوری از پشت میبندنش، چی بهش میگن، استریت جاکت، یه چیز اینجوری. اینایی که دیوانه روانی هستن یا خطرناکن میبندن. اگه خیلی خطرناک باشه مثل اون فیلمه کی بود که سایلند آف لام یا چیزی اینجوری دهنشون رو میبندن مثل پوزبند سگ. در هر صورت اینو نگه داشتن. تا اسم ایشون رو نوشتم I love to، یعنی من خوشحال میشم که شما بیای، دوست دارم که شما بیای تو تلویزیون مردم، یه دفعه گفتن نه 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 صبر کن، دفعه قبل من شما رو مهمون کردم شما نیومدی. حالا نوشته دفعه قبل من به اصطلاح خوابم برد و اینها. بله جوونی میدونم، ولی جوون باید ریسپانسیبل باشه. بعد اگه شما با من قرار داشتی باید ساعت میذاشتی، به یکی میگفتی بهت زنگ بزنه بماند. بهشون گفتم که ببین همین امروز تو من تو برنامه گفتم دیگه اون مهمونو مهمون بازی تموم شد. این چه رسم زشتیه؟ من به سعید میگم آقا بریم شام بخوریم، میگه بریم. وقتی میریم اونجا آقا من بدم تو بدم دوتامونم دلمون بخواد اون پول بده. حالا سعید نمیدونم ولی کلا آقا یه وقت بهش بگو بیا مهمون من بریم بیرون، یه وقتم اون بگه بیا مهمون من بریم بیرون. واقعا این حالت تعارف پلزنتری یا فیک پلزنتری نباشه و اینجوری باشین. آمریکایی‌ها میری بیرون اصلا اگه بهش گفتی که بذار من پول بدم میگه اوکی تو پول بده. ولی همشون معمولا تو شیراز میگفتن پیکی، اینجا توی تهران تو تهران میگفتن دونگی، اینجا میگن چیپ این یا سهمش، هرچی. در صورت ایشون نوشته که آل نه بله، در هر صورت آقای چمنارا میگه اظهارات سخنران عقل بشر را در مورد قرآن شنیدم. البته نظر ایشان تازگی ندارد و قبلا این نظریه ها گفته شده. دوست بسیار خوب من آقای آرمن ساگینیان دو کتاب نوشته و تئوری ایشان آن است که آیات مکی را محمد نوشته و آیات مدنی را بدل او بعد از مرگش زمان هجرت نوشته. در حالی که من برخلاف سروش که معتقد است قرآن به محمد الهام شاعرانه شده، من مخالفتی با وحی ندارم. با وجود این میبینم آقایان سروش و امثال ایشان با قرآن راستین مخالف هستند. به هر حال شنیدن تمام این نظرات بسیار خوب است. ممنونم. یه دوستی اون روز گفته بود که
این دعواشون شده بود رو فیسبوک، شما نمیدونی چه دعوایی میشه. بعد گفتم آقا یه کمی تحمل داشته باش، خود منم بعضی وقتا تحملم از دست میدم. ممنون به دوستای از دوستای خوبی که بهم میگن که بابا به اصطلاح هر چی منطقی تر باشی، هر چی قوی تر باشی، هر چی داناتر باشی، شما کمتر عصبانی میشی. وقتی عصبانی میشی نشونه اینه که عصبی یعنی چی دیگه؟ متعصبی. کیا متعصبن؟ اونایی که کم میدونن. کیا متعصبن؟ اونایی که یک کتابو دارن فکر میکنن تمام جوابهای دنیا توی اون یک کتابه. در هر صورت امیدوارم که به اصطلاح بتونیم این بحثا رو ادامه بدیم. در مورد آقای آرمن ساگینیان که میگی، من فکر کنم شخص ارمنی که در خواب حضرت محمد بیاد بهش بگی که تو بیا برو منو از دست این مسلمونا نجات بده و بهشون بگو که من اصلا بابا هیچ وقت شمشیر نکشیدم، من آدم خوبی بودم، من فقط همونیم که آمدم و گفتم و رفتم ازدواج کردم، بعد اینا اومدن شورش کردن، اون داستانی که میگن علی نمیدونم خوابید جای رخت خواب اینو ورداشتن بردن، دروغه، منو کشتن و اینا رفتن. اون موقع که فیسبوک و عکس و اینا نبوده، یکی دیگه آمد گفت من محمدم. داستان چی؟ بردیا و کمبوجیه تو زمان پادشاهی ایران، برادره برادر بزرگترشون میکشه که بیاد پادشاه بشه، یه زبل دیگه از راه میرسه به مردم میگه من بردیا هستم، که بردیا که دیگه نبوده، کمبوجیه کشته بودتش. بمانه اینم از این ماجرا. ولی آقای آرمن ساگینیان من فکر میکنم یکم این بالاخونه رو اجاره داده، مخصوصا بعد از اون برنامه‌ای که در رادیو ایران با آقای توکلی و دیگران گذاشت. میدونید اینا یابو برشون میداره. اتفاقا اون روز بهتون گفتم وقتی که ما با آقای شاهین نژاد صحبت کردیم، آقای شاهین نژاد، بعد دوستان گفتن آقا این میخواد خودش شاه بشه. گفتم خب شاه بشه، شما که میگید ما دیگه حکومت سلطنتی نمیخوان، ما پادشاهی میخوان. این پادشاهی هم تا حالا هیچ کدومتون نگفتید چجوریه. مثل قدیم داستانه، میریم توی میدونی وای میسیم یه کفتری رد میشه رو سر هر کدومون خرابکاری کرد میشیم پادشاه. این آقا امروز واقعا من اگر یه شرکتی داشته باشم، من ولکن، شما اگه یه شرکتی داشته باشی میدی دست کسی که متخصص نفته، زندگی خودش و زن بچهش اینجا چرخونده، آدم موفقی هست، یا میدی دست رضا پهلوی که میاد میگه من که پولی نداشتم، 62 میلیون دلار بابامون برامون گذاشت بعدم تموم شد. مامانش هم میاد میگه من خوراکای مونده توی یخچال میخورم و مردم بهمون کمک میکنن. خب بهش میگه خب تو همون خوراک مونده بخوری فعلا بسته، ولی میگن من شرکت رو میدم دست آقای شاهین نژاد. دیدم متاسفانه خانم نیر ایروانی قربانی که میگه که این رضا پهلوی به اصطلاح مرد این کار نیست، باز اون دوست داشتن خانواده پهلوی چنان تو مغز و رگ و پوست و خون و گوشت و استخوان اینا اثر کرده که به شاهین نژاد میگه که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. شما درست میگی، آقای نژاد اول باید این برنامه مهندسیش دکتریش هرچی داره پاره کنه، یا بشه بی سواد مثل رضا شاه، یا بشه کسی که دیپلم نداره مثل محمد رضا پهلوی، یا بشه رضا پهلوی که با پارتی بازی و آقای حسین نصر و دیگران تکلیفش انجام دادن و مادرش پول داده به مدرسه نمره گرفتن. شما درست میگی، آقای نژاد سواد داره، این نباید بیاد پادشاه بشه. آقای نصر احمدی درست میگه، ما همیشه مشتی پادشاه بی سواد داشتیم، هر کدومش قلدر بوده زده تو سرمون، ما ازش پولدار شدیم گفتیم خوبه، ولی اونی که تو سر خورده، اونی که زمینش از دست داده، رفته پی این بوده که اینو به اصطلاح حکومتشو بکش پایین و انداختن. و همیشه این 2500 این 7000 سال این هر چیزی که تاریخ یادمونه، هی یکی رفته بالا هی اون کشتاش پایین، هی یکی رفته بالا اون کشتاش پایین. ما نباید آقای نژاد شاهین نژاد بیاد که سواد داره، میتونه برنامه ریزی کنه، میتونه بگه آقا فلان شرکتم اینجوری بود، مثل این شیر تو شیر بود، اینجوری درستش کردیم طبق این کتاب، طبق این کتاب. ما لیاقت اینو نداریم، باید همین یه کسی مثل این عقب افتاده که هر روز تو کازینو هست و هر روز بزرگترین افتخارش اینه که رفتن نمیدونم من چی بچه پادشاه فلان کشور عروسی کرده، این و مامان جونش هم دعوت کرده.
بله. دکتر ابوالفضلی در ماه اکتبر 2016 میلادی به علت سکته مغزی در منزل خود در والنات کریک کالیفرنیا فوت شد. ممنونم. این فوت کرد، منم استفاده میکردم، گفتن وقتی میگین فوت کرد یعنی خودش با دست خودش رفت یه چیزی رو کشید گفت الان من میخوام فوت کنم، ولی فوت شد یعنی طبیعت، یعنی سرنوشت، حالا هر چیزی که باور داریم، اون به اصطلاح فاعله و بنده خدا اونی که فوت میشه مفعول، به اصطلاح اون فعل، فعل مردن، فعل فوت شدن به اصطلاح به اون انجام میشه. فعل، فاعل، مفعول ما باید یک کمی رعایت کنیم. مرسی، ممنونم. و اما بیژن قیصر رو گفتم، یو اس دلار رو گفتم، کامران رو گفتم. ممنونم از این دوستمون سعید که گفت که آقای چیز در اکتبر 2016 فوت شده، معنی یک کلمه رو ببینیم چیه. آها، گاهی وقتا دیدید که یک معنی، یک کلمه چند تا معنی مختلف میده. دو نفر با ذوق اومدن یه ویدیوی درست کردن که بد نیست با هم ببینیم. و چقدر باز من ممنونم از این دوستانی که گفتن آقا چرا وقت ما رو، واقعا مدعی شدن، دو حقم دارن، آقا چرا وقت ما رو تلف میکنی برای در افتادن با نمیدونم آقای ایکس، آقای ایگرگ، حتی اسمشون رو نبر. چشم، شما درست میگی، به جاش اینو نشون بدید. ببینید این یه راجع به مردن و اینها هست. ببینید تو زبان فارسی یک کلمه مرد و مردن چند تا معنی مختلف میتونه داشته باشه بر اساس زمانهای مختلف، بر اساس اون چیزی که ما به اصطلاح به کار میگیریم توی اون جمله. این خانم آقا بفرمایید. انواع مرگ در ایران. من میمیرم برات، یعنی عاشقتم. بمیرم برات، یعنی خیلی دلم برات میسوزه. برو بمیر دیگه، نمیخوام ببینم. میمردی؟ چرا این کارو انجام ندادی؟ مرده بودی؟ چرا نگفتی؟ نمردیم و یعنی بالاخره اتفاق افتاد. مردیم تا صبرمون تموم شد تا من بمیرم. یعنی راست میگی؟ مردم، خسته شدم. مردی؟ چرا جواب نمیدی؟ مرده، بی حال و وارفته. مردنی؟ نهیب و لاغر. مرد خودت. اگه بی وفا بشی، رفیق نیمه را بشی، با کسی نشنا بشی، من میمیرم. اگه منو جا بذاری، با دلم پا بذاری، بری دست تنمام نذاری، من میمیرم. اونجا من میمیرم. بسیار عالی، ممنونم از اون دوستی که اینو ارسال کرد. و بریم سراغ نوشته ها و ویدیوهای دیگه. شما هم میتونید نوشته هاتون، ویدیوهاتون از طریق ایمیل، از طریق تلفن برای ما ارسال کنید و اونجا ما تصمیم میگیریم که نشون بدیم، بخونیم، استفاده کنیم یا نه. البته شما اگر برنامه خریده باشید و اینها، میتونید تو اون برنامه هر کاری که خودتون دلتون میخواد انجام بدید. دیدید که پشت کامینا یه چیزایی مینوشتن. همینجور توی ایرانم میگفتن که مثلا یکی میگه آقا خیلی دارم کار میکنم، میگه آقا کار مال خره. یکی دیگه میگه آقا کسی از کار کردن به جایی نرسید. حالا ببینید این تابلو پشت کامیون چقدر قشنگ نوشته. میدونید تو ایران مخصوصا خیلی رسم بود پشت کامیونا مینوشتن دست بزن ولی خیانت مکن، نمیدونم گر نگهدار من آنت، از این شعارها و اینها مینوشتن. بذارید من براتون این صفحه رو تنظیم کنم که شما این نوشته رو پشت این کامیون ببینید. و خیلی قشنگ نوشته، نوشته که if hard work pay show me rich donkey. میگه اگه کار کردن سخت آدم ثروتمند میشد، یا موجود یا جانور ثروتمند میشد، شما بیا به من یه خری که اینقدر سخت کار کرده نشون بده که ثروتمند باشه. این نمره نمیدونم مال کجاست، مال اروپاست یا اون کشورهای شرقی و اینها، بماند. در صورت این پشت این ماشین این نوشته. و ممنونم باز از دوستانی که اینها را ارسال میکنن. یه دوستی پیشنهاد کرد که آقا این ویدیوها رو که شما نشون میدی یه دفعه وسطش ول میکنی، اینها همه این ویدیوها رو جمع کن در ساعاتی که به جای اینکه سه بار ما سوربی رو ببینیم در 24 ساعت، یه بار سوربی رو ببینیم، یه بار این ویدیوها رو ببینیم و بشنویم و بخندیم. گفتم والله
باید وقت بذاری. شما اگه میخوای 2 ساعت ویدیو رو ادیت کنی با هم بچسبونی، باید حداقل 5 ساعت وقت بذاری. آیا کسی هست که 5 ساعت پول بده تا من براش این کار انجام بدم؟ آقا ما از این اسپانیشی که میاد در هوم دیپو وای میسه، فهم برای یه نفر نوشتم اگه خواستی من میام حتی به عنوان راننده با ماشین نو، ساعتی 20 دلار، مایلی 1 دلار. دیگه به قول معروف نمیخواد بری توی اون ماشینای اوبر اسملی و رانندهایی که هر کدومشون چی هم 50 سال نه، حدود 45 سال تجربه رانندگی داره و اینجا بهش میگن CDL Commercial Driver License. یادتونه تو ایران میگفتن شوفر؟ شوفر کلمه فرانسویه، اینجا میگن شوفر لایسنس. اینایی که لیموزین میرونن، کامیون میرونن، اینا لایسنس یا اون گواهینامه‌شون یه گواهینامه مخصوصه. بله این راننده هم لیسانس داره. اصلا کلمه لیسانس و اجازه و اینها بی خود اومده توی چیز تحصیلی ما، و الا اینجا میگن درجه بچلر، درجه نمیدونم اسوشیت و الا آخر. یه دوستی گفت که آقا یکی از دوستانی که تو کارهای تغذیه و اینها هست، اون هم روی فیسبوک هست، من نه فقط به ایشون و همه دوستانی که جدید آمدن خوش آمد میگم، و اتفاقا از مجید خواسته بودم که حالا به شوخی گفتم تو بیا باشو میرغضب و هر کسی چیز کرد بنداز بیرون اینها، ولی میتونه 2 تا کار انجام بده، هم به عنوان مهموندار هم به عنوان میرغضب. هر کی اومد بهش گفت خوش آمد بفرمان، هر کی دید این خیلی کارش خرابه بندازش بیرون. ولی مجید یه مقداری کار داره، حالا امیدواریم اون کارش به خوبی و خوشی با خبر خوب تموم بشه و بتونه زودتر این کار رو انجام بده. و اما ورزش بامدادی در تهران، میدونید که در کشورهای مختلف این کار انجام میشه و معروفترینش کشور چین کمونیسته. الان کلا کمونیست نیستن نمیدونم، ولی اون موقع لابد میخواستن کسی دکتر و دارو و اینها مصرف نکنه. تو ارتشای دنیا ورزش اجباری رسمه. برای 2 تا چی؟ برای اینکه یکی به شما یاد بدن چجوری اوامر رو به اصطلاح قبول کنید و انجام بدید. دوم این که سالم باشید. 5 صبح بیدارت میکنن، بدو رابو رو اینجوری ما یادم تو هوابا روزی 45 دقیقه اول میدویدیم، بعد یه سری نرمش رو، بعد برو از نمیدونم برج بپر و فلان و بیسار و اینها، تازه اون کارا رو کردیم. حالا در 61 سالگی از این بالا تا اون پایین همه چیمون درد میکنه. البته بعدا معلوم شد این انگشتمون درد میکرده که هر جا میزدیم درد میکرد. رفتیم دکتر گفتیم آقا این همه جای من درد میکنه، گفت نشون بده، گفتم اینجا آه، گفتم اینجا آه، دکتر گفت دستتو بدینم، دستمو گرفت، گفت آه آقا انگشتت شکسته یا لای در رفته. حالا این دوستمون نوشته که شرکت در این کارها یک نوع مقاومت است. من میگم آقا چه مقاومتی؟ مردم الان میرن تو پارکای تهران، تو پارکای شیراز صبح پیر و جوان وای میسن ورزش میکنن. چرا اسمشو میذارید مقاومت که آخونده هم بگه نگاه کن من این ملت رو به مرگ گرفتم، به تب راضی شدن، و الا آقا مردم هن مملکتشونن آزادن میرن ورزش میکنن. حالا اینو با هم ببینیم، نظر شما رو هم در این باره جویا میشیم که آیا شما این رو مقاومت میدونید؟ اولا اینا تو برف ورزش کردن دوستان یکی از اشتباهات بزرگه که شما میتونید انجام بدید. من دیدم روزا برفیه اینجا، یه نفر آقا یا یه خانمی داره میدوه. وقتی که هوای بیرون سرده، بدن شما، حالا به فارسی 37 میگفتن، اینجا مثل که 98 میگن، شما وقتی میای ورزش میکنی بدنت گرمتر میشه، هوای بیرون رو میبرید داخل ریه، میگی چی؟ نمونیا، سینه پهلو، زکام، خوش آمدی، بیا هوا برو توی سینه من، توی ریه من، اونجا تبدیل به آب، و بعدم که تبدیل به آب شدی عفونتو یا علی مدد. این بزرگترین اشتباهه که توی برف وای میسن ورزش میکنن. اگه شما میبینید اون طرف میره تو اسکی تو ور فلان، دیدید صورتشو میپوشونه، کلاهی که داره مخصوصه و الی آخر. من هیچ مقاومتی توی این ورزش صبحگاهی یا در این برف
نمیبینم جز این که اینها با دست خودشون با میل خودشون دارن خودشون رو بیمار میکنن. نظر شما چیه؟ بفرمایید. چند ثانیه دیگه. اتفاقا بچه های این خانم فکر خوبی کردن که نشستن تو خونه، چون احیانا این مادرشون که برمیگرده خونه مریض میشه و نمونیا میگیره، یکی باشه اقلا براش یه چای درست کنه، یه سوپ درست کنه. دوست عزیز، من 2 سال تو آلمان بودم، اولین چیزی که یادت میدن تو سرما اینه که یه شال گردن ببند و بیارش تا اینجا جلو دماغ و دهن و بینی. دلیلش اینه که شما که نفس میکشی و هوا که میخواد از این رد بشه، هوا گرم میشه، بدنت گرمه، هوای گرم میره داخل. اینا بدنشون رو گرمتر از معمول میکنن، هوای بیرون سردتر از معموله. یه نفر که دکتر ورزشه، آقای ابوالفضلی که فوت شد رفت، بیاد برای من توضیح بده که من اشتباه میکنم. اون فیلمی رو که دیدم گفته اینایی که میدونن تو خیابون، آقای جی گوردن لیدی میگو اینایی که میدونن تو خیابون، من بعض وقتا بوق میزنم فوششون هم میدم، چون اینا دارن به اصطلاح خودشون با دست خودشون خودشونو مریض میکنن. و من تو این رقص و تو این سرما هیچ گونه مقاومتی در برابر آخوند نمیبینم. مقاومت اونه که تصمیم بگیرم همه برم تو خیابون بشینن کف خیابون. لازم نیست هوا سرد باشه، هوای خوب. درباره مقاومت و نشستن و راه بندون و اینها داریم به 22 بهمن نزدیک میشیم. از آقای رضا زرابی پرسیدم آقا خبری هست یا دوباره به خاطر این کاری که همه ما خارج نشینان به اصطلاح قمپوزیسیون انجام دادیم و خراب کردیم تظاهرات به حق مردم رو، هممون حالا رفتیم وکیشن، رفتیم تعطیلات، رفتیم خستگی در کنیم، رفتیم شلغم و نمیدونم چغندر به بازوامون ببندیم و باز صبر میکنیم. 22 بهمن اگر یک کسی اومد بیرون میگیم آها این اومده بود که عکس رجوی رو بچسبیم. بعد ایشون دیدم یه فیلمی درست کردن، احتمالا صدا هم صدا آقای شمیرانیه، یا همه اینا معمولا یه صدا دارن چون همشون خودشون نیستن، همشون ادا در میارن. و هموطنان عزیز دستور شورش میدهیم. آقا شما شورش نکن که بتونی بخوری، نمکت هم بالا نره. شورش چیه؟ 100 نفر این ویدیو رو دیدن، تازه این 100 نفر 100 نفر از تو بیکارتر در کشورهای اروپایی و آمریکایی هستن، 100 نفر هستن که سر کار نرفتن، حقوق سوسیال و سوشال و نمیدونم اینجا ولفر و فود استمپ دارن میگیرن. ساعت 11 صبح 22 بهمن در خیابانها حضور به هم رسانید تا این حکومت را به پایین بکشید. والا تا حالا هرچی کشتیم پایین تنبون خودتون بوده، خجالت بکشید. منظورم به آقای رضا زرابی نیست. حالا اگه یه بار دیگه آقای رضا زرابی بیاد مهمون من باشه، من میخوام از این سوال کنم آقا شما بارها میگیم مشاور ارشد حزب اتحاد، ما این کلمه مشاور ارشد اینجا یه دیوانه‌ای داریم به نام دکتر حمزه پور که فکر نمیکنم دکتر باشه، اینم میگه مشاورترین ارشد ایرانیان، مشاورترین ارشد ترامپ. وقتی شما میگی مشاور ارشد یعنی مثل دستگاه هایی که رتبه دارن، مثل ورزش، مثل ارتش، مثلا این ارشد، اون یکی
کوچیکتره اون فلانه. شما تو این حزب اتحاد اصلا کلمه مشاور کانسالتنت یا هر چیزی که شما میگین برای چیه؟ کی میاد با شما مشاوره کنه؟ یه چیزی گذاشتید اونجا یا اسمش مرامنامه است یا اساسنامه است. شما اگه معمولی بودید، مشاور نبودید، ارشد هم نبودید، میرفتید تو خیابون این مرامنامه رو دم مغازهای ایرانی به چند نفر میدادید بخونن و جذب نیرو کنید، مؤثرتر نبودید تا با این حالت. و من به خود آقای زرابی گفتم، حالا امروز به شما دوستان میگم، ویدیوهای ایشون رو نگاه کنید، ایشون یه آدم افسرده به نظر میرسه. من دکتر نیستم، روانشناس نیستم، ولی دیگه افسردگی رو میتونم بگم تو این تلویزیون ها. کسی که میاد میشینه مشروب میخوره اینجوری جوون، ولی مشروب به قول چیه اسبخت بود مال آلمان، اینجوری میخوره، به خودش هم گفتم. مخصوصا کسی که داداشش خودکشی کرده، کسی که تو خانوادهشون کسی خودکشی کرده باشه، نشون میده که اینها حساس هستن و به هر به اصطلاح لرزشی ممکنه به خودشون صدمه برسونن. اگه کسی دوست نزدیک آقای رضا زرابی هست، هم سلام منو بهش برسونه. جوان بسیار خوبیه، زحمت میکشه، ولی این زحمت ها برای چی؟ جالب اینجاست که این به اون دیوانه نصیحت میکنه آقا برگرد برو سر خونه و زندگیت. من دیوانم به این یکی نصیحت میکنم آقا برو دنبال کار زندگی. شما 40 ساله، حالا 30 سال فعالیت کردید، 20 سال فعالیت کردید، به کجا رسیده؟ همین آقای شاهین نژاد که من بهش کردیت میدم، اعتبار میدم، میگم دوتا کلاس درس خونده، بلد 4 نفر با حرفای قشنگش جذب کنه، مثل سوربی نیست که به همه بپره، سگ نازی آباد باشه. ایشون که تازه من مطمئن نیستم اون 100 نفرم بتونه رو کتاب نشون بده، میگه ما 4 سال 93 نفر رو تونستیم جذب کنیم، 7 نفر بودن حالا شدن 100 نفر. حالا کی اینا میلیونی میشن، کی اینا تو خیابون میرن، شما کاغذ و قلم بردارید حساب کنید، به من بی سواد هم اطلاع بدید. میگه به علت نوشتن این متن، عکس نوشته روی پیراهن پسر موجب شد مردم در آفریقای جنوبی به مغازه‌ای حمله کنند. بله، coolest monkey in the jungle. بله، اینجا هم یکی دو بار این آبوکرکی چی بودی که پیرن و اینا میفروشه، یه دو تا چیزای اینجوری داشته که مردم به اصطلاح خوششون نیومده از اون نوشته و رفتن تظاهرات کردن، حتی زدن شیشه ها رو شکندن. اینجا نوشته که روی این مانک، روی پیرن این coolest monkey in the jungle. سیاها وقتی که کسی میخواد بهشون توهین کنه میگه شماها یعنی هنوز آدم نشدید، هنوز میمون هستید و به شهر و اینها تعلق ندارید، باید توی جنگل زندگی کنید. حالا این پیرنه بنده خدا رفته پولم داده، نوشته این مثلا مانکی، این میمون باحالیه توی باغ، توی جنگل. حالا ببینیم چی شده. This allowed. Did you stand? این یه 30 ثانیه فیلم بود و اینا رو فرستادن، از ما پخش کردن، از شما تماشا کردن، فکر کردن، تأمل کردن و بعدم میتونید قضاوت کنید که بله این کارشون درست بود، اون شرکتی که اینو چاپ کرده اشتباه کرده، نباید همچین چیزی مینوشت، یا این کارشون غلط بود. و اما میدونید که خیلی ها میگن که عربستان داره میاد جایی که ایران 50 سال پیش بود و ایران داره میره جایی که عربستان 50 سال پیش بوده، دارن جاهاشون رو عوض میکنن. حالا شما ببینید این ویدیو رو اگه آخوندایی که میگن خانمای ایرانی نباید برن ورزشگاه ببینن فردا چی میگن. نتیجه میگه پلیس مجبور به دخالت شد زیرا زنان طرفدار تیم مقابل را اهانت و مورد فحاشی قرار دادن. ببین پلیس کاری میکند که راضی نیست. 2 شب پیش 3 شب پیش اینجا بازی نیمه نهایی میگن دیگه، نه، بین 2 تا تیم فوتبال بود، 1 شنبه حقیقتا چند روز پیش میشه، و اولا تمام بیمارستان ها به حالت آماده باش در اومده بودن،
مخصوصا تو منطقه واشنگتن، چون این دوستان از این چیزای مواد سیگار و قرصایی که چیز میکنن میکشن CPC نمیدونم PCPC هم چیزی، اینا میشن مثل اون رادنیکین که هرچی پلیس میاد میخواد بگیردشون، 10 تا پلیس هم بیاد این اصلا حالیش نیست و به اصطلاح بعضی هاشون اصلا یه طوری میشن خون میخواد از بدنشون بزنه بیرون، اینقدر فشار خونشون میره بالا و ضربان قلب میره بالا و اینها. حالا برای آدمای معمولی این پیران ما دو تا دکمه داره، یه دکمه شکست، دیدید دکمه ها توی ماشین های لباسشویی اینا چپ و راست میشکنه، اعصاب منم خرد میشه وقتی که این اینجوری، از دو چی بدم میاد، یکی این دکمه های سردست که پیرنتو اینجوری میکنه، یکی هم وقتی که باز باشه. در هر صورت میله های اطراف اون ورزشگاه ها تیرای چراغ برق و اینا را اومده بودن گریس میمالیدن بهش که اگه کسی میخواد از اینا بره بالا نتونه، چون میرن بالا مستن از اون بالا میفتن میمیرن، یک میمیرن که حالا اگه میمیرن خب تمام میشه میره فلج میشن، یه اون من و شما باید پول اونها رو بدیم، چون اون تیم فوتبالی که 40 میلیون دلار میده به یه ورزشکار، اون تیم فوتبال که افرادی مثل آقای جورج بوش و آقای نمیدونم اون یکی کیه کیوبن مارک کیوبن و همین آقای مثلا افرادی مثل ترامپ شارلاتان صاحباش هستن، اینا که نمیان پول بدن بگن آقا این پول شما گرفتیم، مشروب 10 دلار آبجوش ما فروختیم، حالا که این دیوانه آمد از اینجا رفت بالا و افتاد فلج شد ما بدیم، نخیر میاد گردن من و شما میفته، سالی 500,000 دلار، سالی 600,000 دلار، سالی 1 میلیون دلار خرج یکی از اینا میشه که تو بیمارستان باشن. حالا این فیلم رو ببینید که بازی که تموم میشه اینجا چی میشه. ببخشید این صداها بالا و پایینه، فکر کنم اون دوستی که گفت آقا بچه من خوابیده بیدار میشه دیگه گفت آقا من برنامه سولبی رو نگاه نمی کنم چون این بچه من بیدار میشه، یا اینکه تصمیم گرفته فیلم من رو وقتی نگاه کنه که بچه‌ش هم بیداره. بفرمایید با هم ببینیم. و بازم ممنونم از دوستانی که همیشه مثل یک معلم خوب راهنمای ما بودن و برنامه‌ها رو هدایت کردن. دوستان اگه شما هم حرفی برای گفتن دارید و حرفتون حرف مفت نیست، برای حرفتون ارزش قائلید، با یک هزینه بسیار کم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اون برنامه های مهمون و مهمون بازی تموم شد، به قول اداره رادیو چی بود پست و تلفن و تلگرام، حرف مفت دیگر تمام شد. فکر نمی کنید اگه یه همچین چیزی رو این آخونده ببینن میان میگن که دیدید ما گفتیم که خانوما نباید تو باشگاه های تو زمین های ورزش برن. یادمه اگه اشتباه نکنم سعیدم برام فرستاده بود یک توماری رو وز کرده بودن دم به اصطلاح ورزشگاهی که افراد با چی بیان اینو حمایت کنید، گفتم نمیدونم نوشتم غیرت لازم نیست، اگه مردان نرن بلیت بخرن برن داخل اونا میگن بیا، مرده میخواد در بره از خونه، میخواد از دست خواهرش، از دست مادرش، از دست زنش در بره، بره با دوستاش لاتبازی و چی میگن، اینه که اونا هم از خداشونه که خانوما توی باشگاه ها نباشن و الا اینجا هستن. البته گاهی وقتا هم دیگه، حالا ببخشید. خب دوستان عزیز، همونجوری که گفتیم 26 برنامه هست که به اصطلاح میرن دوستان و از این آقای بیژن قیصر به اصطلاح حالا همدردی کنن، یا من نمیدونم این تظاهرات برای چیه، کسی هم متاسفانه نفرستاد،
ولی 26 هم جمعه یه برنامه هست که آقای بذارید این صفحه رو بهتون نشون بدم، کامرای دو، آقای مهدی تبریزی سال هاست الان این برنامه رو داره و شما رو هم دعوت میکنه که من این تصویر رو درست کنم، ببخشید یه وقت میپره این ور یه وقت میپره اون ور، دعوت میکنه که بیایید. بعد میگه آقا خانم از این اسم خدا هم اینجا نترس، ما گفتیم God's Grace یعنی رضای خدا، ولی هدفمون گرده هماییه. و من بهش گفتم خب شما خودت میدونی که اینو که مینویسی مردم یه کمی هزیتیت میکنن یا خودداری میکنن، خب چرا مینویسی؟ ولی خیلی جالب بود، گفت من قرار نیست ایمانمو هدفمو برای خواستای مردم عوض کنم، من اینو میگم اونایی که با من هم عقیده هستن بیام. نوشته تیچر یونیورسیتی گلوبال گیلا 26 هیومن دی، روز انسانیت، روز بشر، God's Grace، رضای خدا، 26 هر ماه $26 از شما میگیرن، شام و چای و نوشابه و آب و رقص، و بعد هم اگه خواستید تماس بگیرید آدرسشون اینا هست، توی اسم اونجایی که هستن یه استودیوی زیبا هست که برای عروسی و اینا هم استفاده میکنن، اسمش هست اتلانتیس. نمیدونم این اتلانتیس رو میتونیم اتلانتان بگیم، اصلا این کلمه اتلانتیس به فارسی چی میشه؟ و آدرسش هم اینجا نوشتن 45449 Severn Way Dallas Virginia 20166، شماره تلفنشون هست 202-680-04-56. و من جمعه به احتمال 99% اونجا خواهم بود، 1% اینی که خود شما الان میبینید میشنوید، اصلا تمام اینجا به قول اینها میگن congested گرفته و ترافیکه. خب اینم از آقای مهدی تبریزی و برنامه 26 ببینم دیگه براتون چی گذاشتم توی این کیسه. و اما دوستانی که میگن آقای رضا شاه آخوندار رو گذاشت کنار، دوستانی که میگن شاه میخواست آخوندار رو بذاره کنار، شاه خودش یه آخوندی بود. میدونید که ما داریم میگن شما هر چی دلت بخواد میتونی با خدا حرف بزنی، ولی اگه گفتی خدا با من حرف زد، این اولین علامتیه که فامیل شما باید ببره شما رو دکتر، باید ببره درمونگاه. میگه که این دو نوشته مربوط است به مصاحبه اوریانا فالاچی با شاهنشاه ایران. اوریانا فالاچی مصاحبه با تاریخ، در روزی چون امروز 57 محمد رضا پهلوی برای همیشه ایران را ترک کرد. این مال هفته پیشه. محمد رضا پهلوی گفته که یک شاه وقتی برای کارهایی که انجام میدهد و چیزهایی که میگوید مجبور است به کسی اعتماد نکند، به ناچار تنها خواهد شد. ولی من کاملا تنها نیستم، چون من به وسیله نیروی دیگری همراهی میشوم که دیگران آن را حس نمیکنند. اولا جا به جا به شما میگه شما نمیفهمید، من میفهمم، درست مثل کی؟ ولی فقیه. میگه شما حتی صلاح خودتون رو نمیدونید، من میفهمم. بعد میگه که برای من مهم نیست که شما ناراحت باشین، من میخوام شما رو عاقبت به خیر کنم. با خدا صحبت میکنه. کتاب مأموریتی برای وطنم رو بخونید تا بفهمید آقای محمد رضا پهلوی فکر میکرده پیغمبره، فکر میکرده امامه، فکر میکرده خدا بهش مأموریت داده تا بیاد من و شما رو ببره بهشت. و چه بهشتی هم به من و شما داد، ما رو داد دست آخوندا، مأمور در بهشت. خودش فرار کرد، میدونست که این بهشت نیست. آقا خانم والا نمیخوام بگم خجالت بکشی. بعد خانم فالاچی ازش میپرسه رویا علازت از چی کجا؟ محمد رضا از امامان. آه من متاسفم که شما درباره آن چیزی نمیدانید، حتی به نویسنده ای که دنیا معروف بودا همه بزرگان رو چیز کرد، به این میگه تو هم نمیفهمید. اولین بار من اماممان علی را دیدم، یک پیش آمدی برای من اتفاق افتاد، از روی سنگی زمین خوردم و او نجاتم داد، او خودش را بین من و سنگ قرار داد. میدانم برای اینکه او را دیدم، شخصی که با من بود او را ندید و هیچ کس دیگر هم او را ندید به جز من، برای اینکه میترسم شما حرفای من را نفهمید. فالاچی میگه
والا من حقیقتا نمیفهمم. محمد رضا پهلوی میگه برای اینکه شما ایمان ندارید، شما به خدا ایمان ندارید، شما به من هم ایمان ندارید. ببین میگه شما به خدا ایمان ندارید، به من هم ایمان ندارید، یعنی خودش رو در سطح خدا و امامان آورده بوده که شما باید بهش ایمان داشته باشید. ایمان یعنی چی؟ یعنی کلید زندگیتون رو بدید دست اون، هر بلایی میخواد سرتون بیاره. دست کی؟ دست کسی که نمیدونست تو اتاق بغلی همسرش با کی هست. تو دفتر فرای پهلوی همسرش همکلاسی‌ها رو از فرانسه آورده و اونجا چه شورای کمونیستی و نمیدونم کارگری و فلان اینا براست. آقای دکتر رنجبر کجایی؟ گفت که آقا یه خونه میخوای بسازی، 100 تا معمار بالا و پایین میکنی، از 100 نفر نظر میخوای، ولی کلید کشورت رو میخوای بدی به دست این احمقا، به دست این نادانها، و تا حالا ثابت کردیم که کلید رو دادیم با کمال میل، بعدم اونا با چوب زدن تو سرمون. دوستان عزیز، برنامه من همینجا تموم میشه، ولی تلویزیون مردم اینجا تموم نمیشه. گو به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از دوستانی که روی فیسبوک بودن ممنون و متشکرم. امیدوارم دوستی مثل سعید، مثل مجید خوشنودی، اینها روی فیسبوک هم وقتی شما میایید تو قسمت خصوصیش براتون پیام بفرسته. ممنونیم که آمدیم، هفته دیگه هم یه نفر دیگر رو بیارید. این سیستمی بود که من توی جبهه ملی سال 2001-2002 میخواستم را بندازم، دیدم نه آقا، یه عده پیرمرد و پیرزن، یکی دو تا پیرزن نشستن و اینها اصلا مغزشون منجمده. دوستان عزیز، همینجا با شما خداحافظی میکنم، به امید دیدارتون روز جمعه ساعت 12 ظهر به وقت. راستی چرا از 11 صبح میشیم 12 ظهر؟ چرا نمیشیم 12 صبح بعدم بشیم ظهر و ظهر اینا شب بریم؟ در اصل به AM و PM هم وقتی میدیستن دیدید یه دفعه 11 AM میپره رو 12 PM، در صورت که باید 12 AM باشه، اون شبش بشه 12 PM. خیلی کارشون خرابه، باید بیام یکی یکی کاراشون رو درست کنم. از اینکه وقت خودتون رو با تلویزیون مردم به اصطلاح سپری کردید، تلف که نکردید، چی یاد گرفتید؟ ممنون و متشکرم. هیچ چی یاد نگرفته باشید، یاد گرفتید که اینجا هیچ یاد نمیگیرید. امید دیدارتون روز جمعه، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز روزگار با شما و بر شما خوش. مرسی.